بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که در پیش رو داریم اوقاتی بهتر باشه، هم برای شما هم برای ما. متاسفانه امروز فیسبوک اجازه نمیده برنامه رو زنده پخش کنیم. و جالب، دیروز من تو ماشین رانندگی که میکردم گفت که این برنامه لایو فیسبوک موفق نبوده و میخوان به اصطلاح قطعش کنن. من فکر کردم عوضی شنیدم، بعد فکر کنم دنباله اون ماجرایی که یه نفر برنامه لایو فیسبوک رو روشن کرد و رفت یه نفر کشت و این ماجراها و اینها، فیسبوک هم گفته بابا نخواستیم. در هر صورت امروز نمیذاره من بلافاصله بعد این برنامه رو از طریق یوتیوب و اینها روی چیز میذارم تا شما هم بتونید ببینید، هم روی بایگانی هم روی فیسبوک میتونید اینجا ببینید. اگر ساعت 2 به وقت نیویورک، به وقت واشنگتن شرق آمریکا نمیتونید ببینید، اشکال از ما نیست. و هی میگه که کانکشن اینترنت برقرار نمیشه، دوباره سعی کنید. وقتی هم دوباره میزنیم دوباره همون پیام، و فکر کنم چیزی که دیروز شنیدم درست بوده. بعضی وقتا ما مهم نیست که چند سال توی این مملکت باشیم، از لحاظ به اصطلاح زبان اینها که حالا زبان سوم من میشه، زبان چهارم پنجم بعضی ها میشه، زبان دوم بعضی ها میشه، مشکل داریم. و در صورت میگم من این رو به پای اشکال زبان گذاشتم، ولی امروز به هم ثابت شد که خیلی هم زبانمون بد نیست. در صورت همونجوری که میدونید امروز دهم ماه می 2017 است، برابر با 20 اردیبهشت ماه 1396، و اگر اشتباه نکنم انتخابات ایران 9 روز دیگه انجام میشه. درست میگم؟ اگه نه شما لطف کنید برام بنویسید. حالا دوستانی که ما رو از فیسبوک میدیدن ممکنه یک کمی به اصطلاح امروز نتونن با ما مستقیم در تماس باشن، ولی بذارید من همین اول ماجرا تشکری داشته باشم از آقای حمید نصیری. من سالهاست که ایشون رو میشناسم، از موقعی که توی کشورهای دیگه بودن و حالا که توی سوئد هستن، و یک جوان فعال و تو کار کامپیوتر هم وارد، و هر کی هم ازش سوالی کرده و کمکی خواسته کمکش کرده. چند مدتی بود به اصطلاح با هم صحبتی نداشتیم چون شدیداً مشغول کار بود و اینها، شدیداً مشغول پول ساختن بود، تا اینکه باز دوباره ارتباط ما برقرار شده. و حالا میبینید صفحه مردم تیوی یه شکل جدید پیدا کرده، و این رسمه، هر از چند سالی، هر از چند ماهی عوض میکنن تا اونهایی که عادت کردن به اون خسته نشن. همیشه چیزای جدید خوبه، و وقتی سیستم رو جدید میکنی باز این رسمه که برای اونایی که از یه سیستم قدیمی استفاده میکردن شما اونها رو وسط آسمون و زمین به اصطلاح معلق نکنی و به اونها هم اجازه بدی که درست کنن سیستمشون رو. اگر شما میاین توی صفحه مردم تیوی و اینجا برنامه هایی هست که از قبل ضبط شده، بهش میگن پلیلیست، بهش میگن ویدیو آن دیمند، یعنی شما هر وقت که دوست داشتید 2 بعد از شب، 4 صبح، 1 بعد از ظهر میایین میشینین و ویدیوها رو نگاه میکنید. اینم خیلی ساده است. مثلا اینجا ما 200 تا ویدیو داریم، میشه 10,000 تا بذاریم. انشالله به زودی، امیدوارم انشالله چه به زودی ویدیوهای شما رو هم بذاریم. ولی این پایینش هم به فارسی هم به انگلیسی نوشتیم تماشای تلویزیون مردم برای دوستانی که از ویندو استفاده میکنن، بعدم نوشتیم اینجا را کلیک کنید. باید اینو میذاشتیم تو گیومه یا توی پرانتز، چون با عجله این کار کردیم، فارسی و دستگاهیشون قبول نمیکرد و اینها، این شکلی شده. حالا یه جوری قشنگتر و شکیباتر، شکیب درسته، براتون میذاریم. ولی نگاه کنید دوستان، روی این که کلیک کنید من ساکت میشم، ببینید چه اتفاقی میفته. یا توی پرانتز، چون با عجله این کار کردیم، فارسی و دستگاهیشون قبول نمیکرد و اینها. اولا این نشون میده که چند ثانیه تأخیر هست تا صحبت من از واشنگتن
بره توی سیستم این دوستان توی کانادا، توی کالیفرنیا، اونها بفرسنش بره روی ماهواره، همه اینترنت و اینها ماهواره است، بعد از اونجا برگرده به خونه های شما از طریق اون سرویسی که میخرید و اینها، اینقدر چیز داره. حالا جالبه، یکی از دوستانمون میگه که آقا سیستم شما اشکال داره، اگه اشکال نداشت نمیومدی روی این بنویسی که اگر اینجا تصویر را نمیبینید اینجا را کلیک کنید. گفتم قربان، مثل این میمونه که شما برید یه ساختمونی نوشته باشه که اگر این در بسته است از در دوم بیاین، بعد شما بگید این ساختمون وجود نداره. عزیز من، ادارات بعد از یه ساعتی در اصلی بسته میشه، یک جایی میذارن، به شما میگن برو اونجا گوشی رو بردار صحبت کن. و حالا ما این سیستم رو تو همون صفحه اولیمون هم که بود به همین صورت بود، این بغل نوشته بودیم اگر شما نمیتوانید برنامه ها رو ببینید اینجا را کلیک کنید، برای اونایی بود که آیپد داشتن، با تلفن استفاده میکردن. و دوستان، من امروز یه چیزی بهتون بگم، اتفاقا برای این دوستمون هم نوشتم که یه ضرب المثلی هست توی آمریکا، این رو آقای پرویز نظامی یاد من داد، مهندس پرویز نظامی، و البته ایشون این رو درباره خودشون میگفتن، چون میدونید اونایی که علو تب دارن هیچ ناراحت نمیشن که بگن من کم میدونم. بابا دیگه ابو علی سینای دوره خودمونم که باشیم، ابو علی سینا گفت من نمیدانم تا بدان جا، میگن یکی دیگه گفته، بالاخره یه دانشمندی. آقای پرویز نظامی همیشه میگفت که a little knowledge is a dangerous thing، میگفت دانش کم یه چیز خطرناکه، و راست میگه. شما اینو همه جا استفاده کن، تو همین کار سیاست. ببین مثلا من چون دانشم از سیاست کمه، چه خطرها و چه مصیبتهای بزرگی که هم برای خودم درست میکنم هم برای شماها. آقا بلد نیستی، برو دنبال کارت، حرف سیاسی نزن. این است. بذارید من همینجا از اون دوستی که از کانادا، از بوستون فکر کنم زنگ زده، 747 با دستگاه فکسشم استفاده کرده، حالا اگر مس بوده یه جوری نمیخواست ما شمارش بفهمیم، ولی شمارش اینجاست، حتی دستگاه نشون میده که این فکس ماشینه، لابد به تعجبش اضافتر میشه، چون ایشون فکر کنه من مامورم. ولی خداییش میگم دوستان، از خودتون سوال کن. یعنی آخوندا اینقدر احمقن که میاد سربی رو استخدام میکنه، چه پولی باید به من بده تا بتونه من رو استخدام کنه بشم مامور حکومت آخوندا؟ یه چیزی میده دیگه، قبول. بعد منو بفرسته جلو تلویزیون که شما همه منو بشناسید، یا اونی که بغل دستت نشسته تو مهمونی باهات صحبت میکنه و باهات چهچه و به به میکنه، اون ممکنه مأمور باشه. یک کمی فکر کنید. در صورت این دعوتنامه باز من از این دوستمونه، میدونم حتما نشسته تا من صداش پخش کنم. نه عزیزم، اون موقع ها من نادان بودم، کم میدونستم. حالا اگر شما میای بیا تو اسکایپ، بیا با تلفن وایسا، حرفتو بزن، نظرتو بزن، مهمون نظرتو بگو، مهمون ما باش. و ضمناً من نمیدونم شما با این هوش سرشار چرا میای برنامه مأمور جمهوری اسلامی رو نگاه میکنی وقتی این همه وطن پرست ماشاءالله کم نیستن. امروز من توی برنامه بهتون نشون میدم و یکی یکی اینا رو ریپورت میکنم به فیسبوک. بله، این همه وطن پرست داریم، این همه برنامه گذار داریم که به ادعای خودشون جونشون رو کف دست گرفتن و برای شما دارن خدمت میکنن. شما چقدر باید احمق باشی که بیای بشینی به حرف مأمور و مزدور صحبت کنی؟ اونم نه یکی. آقای سیامک زندم مزدوره، ساعت 3 بعد از ظهر با ایشون صحبت میکنم و ایشون گفت که چون جایی که هست اینترنتش قوی نیست و اینها، با اگر با اسکایپ صحبت کنیم ممکنه تصویر نداشته باشه. گفتم اشکالی نداره، همه من و شما رو میشناسن و من فیسبوکتون رو نشون میدم، چون فیسبوکشون هم چیزای جالبی گذاشتن، مثلا از جمله خودشون گذاشتن که آقا یه نفر دیگه به ایشون گفته ماموره، و اونا هم یه وبسایتی درست کردن بسیجی ها رو معرفی کنیم. دوستان اینا دارن خیانت میکنن. خداییش اگر کسی مأمور باشه اینا مأمورن که شما نمیشناسیش، ولی میاد هر که شما میشناسی میگه این مأموره.
یعنی چنان تو دل شما رو خالی میکنه که دیگه شما جرئت نمیکنی دکون بقالی بری، اسم بقاله رو نوشتن ماموره، کنسرت بری، اسم خواننده رو نوشتن ماموره، مکانیکی بری، اسم مکانیکر نوشتن ماموره، دندوپزشکی بری، اسم دندوپزشکی رو نوشتن ماموره. یعنی این کاری میکنه که همون وزارت اطلاعات، وزیر وزارت اطلاعات گفته و گفته ما بسیار خوشحالیم که امروز در خارج هر سه نفری که میشینن با هم صحبت میکنن، ستاشون فکر میکنن اون دو نفر دیگه مأمورن. ای وای بر من و ای وای بر شما. و اما خب پیام خانمی رو که خیلی خوشحال شدم، اولا شما لطف کردید تماس گرفتید، چون مدت ها ازتون بیخبر بودم و حتما تماس میگیرم و میام توی اون شهری که هستید بهتون سر میزنم، چون ایشون تقریبا هم شهر هم استانی ما هستن، منظورم آمریکاست، ما دیگه بالاخره اینجا خونه دوم و سوممون شده و اینجا رو خونه خودمون میدونیم. خب بریم ببینیم که پیام ایشون رو کجا گذاشتیم، با هم بشنویم. درباره آقای هوشنگ آریانپور هست، من این پیام رو برای ایشون هم فرستادم و باز ممنونم از این دوستمون، دلیلی شد که من هفته آینده از آقای هوشنگ آریانپور، امیر هوشنگ آریانپور به اصطلاح دعوت کنم که مهمان ما باشن. نمیخوام بگم عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد، میخوام بگم دوستان خوب شوند سبب خیر. بشنویم 4 دقیقه و 20 ثانیه پیام این دوستمون رو که قبلا هم چندین بار با هم گفت و شنودی داشتیم. بفرمایید خانم. جناب سردی، با سلام به شما و دوستداران شما، فروغ جاوید هستم. این پیغام برای آقای آریانپوره. من ایشون رو دورا دور میشناسم، ولی به هر حال در اون رژیم سر کار بودم و خیلی چیزا رو میتونستن عوض کنن. هر صحبتی پیش میاد آقای آریانپور با حالت مظلوم نبایی به وسط میان و خودشونو مظلوم و دیگران رو محکوم میدونن. من 2-3 سوال دارم و صحبتهایی که ایشون میکنن. در جایی آقای آذربرزین رو وطن پرست میدونن. آقای آذربرزین چه گلی به سر اون ملت زد؟ غیر از این که حقوقای آنچنانی گرفتن، زندگی هاشون رو میبستن و من هیچ خدمتی از ایشون هیچ کس ندیده غیر از به خود و خانوادش و این که خودشون رو بزرگ ببینن و دیگران رو محکوم بدونن. نیرو دریایی هیچ قدمی در یک جاهایی برای حتی برای استخدام مردم عادی نمی کرد و آقای آریانپور یکی از سران اون قسمت بود. برای که یه دانشجوی نیرو دریایی در اون زمان مثل آقای آریانپور مهندس بشن و گرجویت بشن و فارغ التحصیل بشن، سالی حدوداً 1,000,000 دلار خرج برمی داشته. چرا آقای آریانپور تو خود همون دانشگاه تهران درس نمی خوندن؟ ایشون حق دارن به گردن اون ملت، حق داشتن که یک چرخایی رو درست بچرخونن، ولی گرفتاری هایی که خودشون یک مدرک نشون میدن که ایشون تقاضای بازنشستگی کردن، ولی یادمون باشه که مسئله یک اختلاسی در نیرو دریایی پیش اومد که عطایی رو در تلویزیون دادگاهشون نشون دادن و این اختلاس و این مسائل
که اصلا محکوم شد عطایی و اونو به زندان انداختن و نمیدونم دیگه از شغلشم بیرونش کردن یا نه، ولی مهندسی نیرو دریایی و نجم الهدا و اینا، یعنی استعفای آقای آریانپور و بازنشستگیشون اونجا معلوم نشد چی شد. اینا چیزایی بود که در تلویزیون اومد، یعنی عطایی اومد اونجا صحبت کرد. حالا صحبتم این نیست که آقای آریانپور چه کردن، ولی الان دیگه همه سنی داریم، یا ساکت بمونیم یا اینکه اشتباهات خودمونو گردن دیگران نندازیم. صحبتهای بیشتری هم هست ولی مجبورم به علت کوتاهی و خدافظی کنم. خدافظ. ممنونم از شما خانم جاوید، فروغ جاوید عزیز، و به امید دیدار شما اگر این قسمت از ویرجینیا تشریف آوردید خوشحال میشم با شما هم صحبتی داشته باشم. من به خاطر اینکه نخوام چیزی رو بگم که بعد دوستان بگن آقا چرا از آقای آریانپور دفاع میکنی، چون یه دفعه یه نفر گفت که آقا چرا از آقای احمدی، دکتر امیر احمدی دفاع میکنی، گفتم دفاع از کسی میکنن که متهم شده باشه، داشته باشه، محکوم بشه، یه نفر میاد دفاع میکنه. جرم ایشون چیه و ایشون احتیاجی به من نداره، ماشاءالله خودش زبانش اینقدر. ولی دوست عزیز شما خودتون، چون میدونم توی نیروی دریایی فامیلاتون بودن، چون میشناسمتون، با هم صحبت کردیم و اینها، خودتون وارد هستی. اگر کسی در زمان شاه صحبتی میکرد و موافق شاه و خانوادش نبود، ترتیبشو میدادن و یکی و دوتا هم نبوده، از مصدق بگی تا افسرهایی که کردن بیرون تا همین مثل آمریکا. شما ببینید امروز این دیوانه ترامپ، دیروز یعنی بیچاره رئیس FBI که اون باعث شد ترامپ رئیس جمهور بشه، به دلیلی که 27 اکتبر آمد گفت که این خانم کلینتون اشتباه کرده، این چیزها رو با دستگاه با کامپیوتر خودش، و اون خانم هما آبدین هم اشتباه کرده برای شوهرش فرستاده، اون شوهر دیوانش، اون نماینده چیزم بماند، این باعث شد که ترامپ رئیس جمهور بشه. دیروز رفته کالیفرنیا ریکروت کنه، ریکروت یعنی بره افراد جدیدی رو استخدام کنه یا افراد رو آموزش بده برای مقام‌های بالاتر و اینها. وقتی اونجا نشسته بوده که بخوان جلسه شروع بشن، یکی بهش میگه آقا تو تلویزیون میگه شما رو اخراج کردن. این بدبخت آقای کومی، یه آدم قد بلندی هم هست، حتما دیدینش، مأمور که چه از کنم، رئیس FBI، این میگه که خب این شوخی خوبی بود، حالا بیان به کارمون برسیم. طرف میگه آقا اخراجت کردن، دیگه شما الان کاره نیستی، دیگه شما نمیتونی اینجا به ما درس بدی، بلند شو برو. و با سلام و صلوات میان سوار هواپیماش میکنن و برمیگرده. زمان شاه خانم جاوید، شما آخرش خیلی قشنگ گفتی، به خاطر سن زیادمون اقلا ساکت بمونیم یا اشتباه خود را گردن دیگران نیندازیم. شما چه خوب میشه که یه روزی با تلفن یا حضوری مهمان ما باشید، بیان بگید که آقای آریانپور چه اشتباهی کردن و اشتباه خودشون رو گردن چه کسی انداختن. این یک. دوم، شما همین گفتید سر کار بودید میتونستید خیلی چیزا رو عوض کنید. نخه، شاه قدرت تام گرفت دست خودش، یه آدمی که دیپلم نداشت، یه آدمی که هنرپیشه خوبی بود، چنان هنرپیشه خوبی بود که همه فکر میکردن این از همه چی وارده و از هیچ چیزی وارد نبود، خبر نداشت. دلیل اصلیش این که گفت سال 79 من نفت رو اینجوری میکنم اونجوری، اونا هم سال 79 مثل که من بگم فردا میام خونتون رو آتیش میزنم، خب شما شب میام خونه من آتیش میزنید. و
بعد میگن حالا دیدی که خونش آتیش گرفت، آقای شاه بی سیاست، نمیخوام بگیم بی لیاقت، بی لیاقت هم بود، چون لیاقت کسی که داره که جایی نباشه، باباش این کاره نباشه، پولدار نباشه، بره یه شغلی رو بگیره. این آقای ترامپ، بعضی ها میگن این آدم لایقیه، میگم آقا این دیوانه تا حالا 10 بار پولای باباش رو به باد داده، فقط به خاطر اینکه پول زیادی دارن این خیالش نیست، دوباره برمیگرده، دوباره برمیگرده. در اصل شما گفتید که خودشونو مظلوم، دیگران محکوم، در این باره صحبت کردم، کجا خودشونو مظلوم نشون دادن؟ تازه افتخار میکنه، میگه من وای نزدم ظلم رو تحمل کنم و قد علم کردم، و در برابر قد علم کردن اونها خواستن ریشهشو بزنن، گفت آقا نمیخوام استعفا داد، رفت شرکت خودشو باز کرد، شرکت موفقی بود، مدارکش هم همه رو داره. یک بار دیگه از آقای آریانپور ممنونم که این چنین منظم و به اصطلاح چی بگن، تمام این مدارک رو نگه داشته با تاریخ و اینها. از اون دوستی هم که کمک کردن به ایشون که اون بلاگ رو راه بندازن و اینا رو اونجا بذارن، یک بایگانی دیجیتال باشه برای من و شما، برای نسل‌های آینده، ممنون و متشکرم. و اما شما میگی آذربرزین وطن پرست نبود، چنین بود، چنان بود. خب ای کاش شما هم بیا یه روز بگی راجع به خودتون، چون آذربرزین من یه ویدیویشو دیدم، اون توضیح میده که اینجوری بوده و اینجوری سوء استفاده میکردن و اینها. اون ویدیو و گفتای آقای ایران، آقای آریانپور، باعث شد که من فکر کنم بله این آدم درستی بوده تو اون اوضاع خراب. و اما شما میگید سالی 1,000,000 دلار مخارج یه دانشجوی بوده که میومده اینجا تو نیروی دریایی دوره ببینه، همینجا وایسید، نشون میده عجب دولت خرطوخری داشتیم. که ببینید آقای آریانپور 1960 و اینها اومده اینجا، یعنی 50-60 سال، نه ببخشید 50 سال قبل، نیم قرن قبل. شما میدونید 1,000,000 دلار یعنی چی اون موقع؟ این خانم یه بیزینسمن خیلی موفقی هست و من انتظار نداشتم شما همچین گافی بدید. سالی 1,000,000 دلار خرج هر دانشجوی نیروی دریایی میشده؟ من فکر نمی‌کنم. یعنی نیروی دریایی آمریکا که این کشتی‌ها رو با اون قیمت‌های چند برابر می‌فروخته و اینجوری و اینها، بعدم سالی 1,000,000 می‌گرفته که اینا رو آموزش بده. اگه اینجوری بوده آقا عجب مملکت بخور بخور شیر تو شیری بوده. ولی اشتباه می‌کنید، همچین چیزی نبوده. ای کاش خود آقای آریانپور در این رابطه هم صحبت کنه. در رابطه با آقای آریانپور ما یه دوستی داریم، خانم مینوی ثقفی. من با فامیل اینها آشنا هستم، میدونید ثقفی ها فامیل بزرگی هستن و تو این منطقه ویرجینیا هم اینها نمایندگی ماشین دارن و اینها، به آقای بهروز ثقفی، به آقای فرخ ثقفی، اینها من ارادت دارم. با خانم مینوی ثقفی از طریق تلویزیون اینها آشنا شدم. خانم ثقفی هم گویا هم معلم بوده، هم تو دانشگاه کار میکرده و اینها. و بماند، یه روزی خانم ثقفی توی پیامی گفت این آقای آریانپور که امروز از حق سربازا دفاع میکنه و میگه ای کاش ما سربازای بی سواد رو که می آوردیم اون 3 ماه اول به جای به چپ چپ به راست راست الف با یادشون میدادیم، درس خوندن یادشون میدادیم، بچه‌ای که از ده می آوردن بی سواد بود، این کارگر بود دیگه، یعنی 18 سالش که شده بود، حالا موقعی بود که بابا و مامانش میخوان این تو مزرعه کار کنه، این بچه رو میارن، حقوق بهش نمیدادن، چقدر 13,000 و 10 رو نمیدونم یه همچیزی. بعدم هی بزن زمین، پاتو پاتو محکم بزن زمین تا پدر اعصاب و کمر رو همه درد بگیری. که چی حالا؟ اشتباه بود دوست عزیز. این خانم مینو ثقفی زنگ زد گفت آقای سربی این آقای آریانپور گوش یه سربازی رو دندون گرفته. گفتم همینجا باز، اگه این چیزی که شما درست اگه میگید درسته، باز چه نیرو دریایی و چه ارتش شاهنشاهی خرطوخری داشتیم که آقای آریانپور رو تنبیه نکردن، درجاتش رو ازش نگرفتن، اخراجش نکردن. شما میدونستید که آقای تیمسار آریانپور تنها تیمسار ایرانی است که از سرهنگ 2 به جایی که بره سرهنگ تمام شده تیمسار،
شما میدونستید که شاه هر وقت اینو میدیده میگفته این مهندس جوون این بیاد با من صحبت کنه؟ نکنید، نگید اینجوری، عصبانی هستیم از هم دیگه. الان این دوستی که پیام گذاشته 4-5 دقیقه دیشب یا صبح نمیدونم ساعت چنده، این نشون میده یه چیزی آزارش میده، عصبانیه. آقا از قیافه من بدت میاد، برنامه هامو یه عکس گل بذار، یه عکس نمیدونم زن لختی بذار، برنامه رو گوش کن. از صدای من بدت میاد، صدای تو جیغجیغی و نمیدونم دوستات بهت میگن مثل زنا صحبت میکنی، حالا این صدا دیپ و اینجوریه، من نمیدونم چته. من مأمور جمهوری اسلامی ام. خب احمق، تو چرا خودت میای شماره تلفن تو، پیام تو، فکس تو اینا رو میذاری؟ نه اصلا نمیخونه با هم. آقای مصطفی زاده کجا هستی؟ نمیخونه، نمیخونه این چیزایی که ما میگیم، نمیخونه. الان من براتون یه چیز نشون میدم. این خانم، البته آقای مقداد داوری اینو نوشته، ولی من میارم اینجا بهتون نشون میدم ببینم بتونم پیداش کنم. امروز 9 تا ویدیوی خوب براتون دارم، ولی بذارید ببینم اینجا نوشتم. مقداد داوری، مقداد داوری. از وقتا این عکس ها گم میشه، ما باید اینجوری توی سیستم جستجوی این بزنیم پیداش کنیم. بله، نگاه کنید دوستان، یک خانمی به نام شمسی، وقتا یه شعری بود میگفت شمسی جونم مرد شده رفته زن آجان پی، چیزی میگفتن اینجوری. این شمسی خانم هم فکر کنم زن آجان پست شده. نگاه کنید دوستان، در رابطه با مقاله آقای آریانپور از خاطرات خودش وقتی که فرمانده بوده در بندر پهلوی گفته نوشته، ما این مقاله رو گذاشتیم. این خانم ببینید چقدر باید احمق باشی، چقدر باید عصبانی باشی، چون آدم های احمق بیشتر عصبانی میشن، آدم های منطقی که عصبانی نمیشن. خود من موقع عصبانی میشم که حماقت به هم غلبه میکنه، ولی اگه منطق داشته باشم قشنگ عکس میگیرم مثل امروز میارم به شما نشون میدم و میگم نگاه کنید دوستان، خانمی به نام شمسی فامیل، من نمیدونم یعنی چی شمسی فامیل، لابد اونجا گفته اسم، نوشته شمسی، گفته last name، گفته فامیل به فارسی. تا کسانی مثل سوربی ها هستند اتحاد ما ایرانیان برقرار نخواهد شد. بعد جناب سوربی، حتی جناب سوربی، حتی در یک فامیل 5 نفری هم همه از پدر خانواده رضایت کامل نخواهد بود. بابا داریم درباره یک کشور چند میلیون نفری صحبت میکنیم، کمی به خود بیایید و آنقدر موشکافی و نکته بینی الکی نکنید و بگذارید اتحاد برقرار شود. دوستان نگاه کنید، برای این خانم شمسی خانم نوشتم ای خاک بر سر رضا پهلوی، ای خاک بر سر طرفدارانش مثل تو، که یه سوربی از توی اتاق 3x4 متری اتحاد شما رو نذاره برپا بشه. احمق، اتحادی وجود نداره. شما به قول این دوستمون اشتباه خودت رو، گناهش میخوای بذاری به گردن سوربی، به جایی که بری این یقه رضا پولوی رو بگیری بگی آخه مردک تو چه رهبری هستی که یه جایی جمع نمیشی، ما بیام جمع بشیم 4 نفر 10 نفر 300 نفر و بگیم که ما با تو هستیم. ولی ممنونم. آقای مهرداد داوری نوشته به شخصه اعتقاد دارم ما ایرانیان تو پرانتز اپوزیسیون توان گفتمان و حل مسائل سیاسی را در مقطع کنونی دارا نیستیم، زیرا آستانه تحملمان بسیار پایین‌تر از حد انتظار است و بسیار مسائل دیگر که همگان بدان آگاهیم. بعد زیرش هم نوشته با احترام به همه دوستان، کامنت های حاوی توهین و اهانت پاک خواهد شد بدون هیچ ملاحظه‌ای. منم از ایشون تشکر کردم و امیدوارم که دوستان دیگه هم این کار را انجام بدن. ولی خانم شمسی خانم، شما که حالا نمیدونم زن سرهنگی بودی، آرایشگاه داشتی، نمیدونم زن یه دکتری بودی، بهت میگفتن خانم دکتر، حالا فکر میکنی واقعا خانم دکتری یا خانم سرهنگی و اینها، عزیز دل من یه چیزی یاد بگی. یه نفر
آقای تیمسار آریانپور یه مقاله‌ای نوشته از خاطرات خودش. یه نفر اومده نوشته اصلا من در بندر پهلوی بودم، همچین چیزی که آقای آریانپور میگه نیست. اوکی، شما برید تحقیق کنید ببین آقای آریانپور راست میگه یا اون دروغ میگه، یا اون دروغ میگه راست میگه آقای آریانپور دروغ میگه. من اومدم یه مقاله گذاشتم، آقای گیو فرخزاد، آقای نمیدونم فرخ عقب افتاده، یک دیگری میان این چیزا رو میسن، اینا اصلا مقاله رو نخوندن. اگه خونده بودن همونجا طرف گفت آقا ببین، حتی اینجا شاه گفته بابا این درست میگه، برادر من بی خود هی زر رو زر میره اونجا. کارمون خیلی خرابه. بریم یک کم ویدیو نگاه کنیم، این اصلا ما رو به این کارا چیه که بریم نمیدونم برنامه های سیاسی و اینها. بذار من این اسکایپ رو خاموش کنم تا 28 دقیقه دیگه که با آقای سیامک زند از کانادا خواهیم بود. امروز هم یک کمی میخوام یقه آقای سیامک زند رو بگیرم، چون بچه ها تا دوستامون تا گفتم آقای سیامک زند میاد، گفت آقا این تو تلویزیون های دیگه میره به تو فوش میده. گفتم اب نداره آقا، ایشون هم تو دربار بوده بالاخره. فکر میکنی فقط شاه فوش میداده؟ خب اینایی هم که دور و برش بودن احساس و قدرت میکردن. و میدونی که یه ماجرایی هست، میگن فلانی در مقابل اون موشه، نمیدونم در مقابل دیگران شیره. حالا جملهش درست یادم نیست، یعنی مثلا من برای بچه های مدرسه میشم مثل شیر، میزنم تو سرشون فلان، مدیر مدرسه که میاد، منی که چی هستم دبیرم، میشم موش. یعنی ما آدما عادت کردیم که موش باشیم، شیرم باشیم، یا فکر کنیم شیریم ولی موش هستیم. آقای سیامک زند هم ایرانیه، ولی امروز من میارم وقتی ازش میپرسیم خاطراتش راجع به آقای غلامرضا پهلوی بگه، بعدم میپرسم آقا منی که شیرازی هستم اگه به شما میگم کاکو جون، شما اشکالی تو این میبینی؟ اونی که اصفهانیه وقتی به من زنگ میزنه میگه دادا، من باید اشکالی توش ببینم؟ خوزستانیه که به من زنگ میزنه میگه ولک، من باید ایرادی ببینم؟ یه سوالی من اینجا از شما میکنم دوستان، اگه رفتید یه جا نشستید دیدی یه نفر با لهجه صحبت میکنه، اولین چیزی که تو مغز شما میاد چیه؟ اینو من امروز بهتون میگم، امیدوارم از امروز این تو مغزتون بیاد. اولین چیزی که میاد تو مغزتون چیه؟ یه نفر مثلا انگلیسی رو با لهجه صحبت میکنه، یه آمریکایی میاد ایران فارسی رو با لهجه صحبت میکنه، شما اولین چیزی که میاد تو مغزت چیه؟ که این احمقه نمیفهمه، یا این که این بیشتر از من میفهمه، این یک زبان یک لهجه یک گویش دیگه بیشتر بلده. بعد تازه ببینیم حالا زبانی که این صحبت میکنه، لهجه‌ای که این داره ریشش کجاست. مثل ما نمیدونم شهر ری شده تهران، هر درختش از یه جای آوردن، فیلم تهران انار ندارد برید نگاه کنید، یا خانواده خودتون دو نسل برید عقب ببینید کی هست. بعد حالا مثلا سوربی شیرازی صحبت میکنه، آقا بگردید تو اسامی ایران ببینید اسامی قدیمتر از پارس داریم. خب من اهل پارسم، ولی شما تهرونی که نمیدونم عدسر بگو، میگه عدسر بگو، از اول بگو یا دوباره بگو، میگه عدسر بگو. من یه مدت میگفتم خدایا این عدس کیه چیه، اینا میگن عدس سر بگو، یا دیگه چی میگن خدایا. خیلی اشکال دارین، کاری نکنی من یکی یکی بشینم این اشکالاتونو بیارم بیرون. البته من طرفم فقط تهرونی ها نیستن، اگه یه شیرازی هم احمق باشه ادای لهجه دیگران رو در بیاره، اونم باید بکشیمش جلو بگیم آقا این یه لهجه بیشتر از تو بلده، برو دنبال کاره. خب آقای ذوالفقاری دیروز یه پیامی گذاشتن، اجازه بدید هم از ایشون تشکر کنم هم پیامشون رو پخش کنم و بگم یه بار دیگه اگه تلویزیون مردم تونسته 20 سال این به اصطلاح دوام و قوام رو داشته باشه، خودش تنها نبوده. بشنویم با هم آقای ذوالفقاری رو، مهدی ذوالفقاری. آقای زوبیادی سلام عرض کردم، مهدی ذوالفقاری هستم. من الان چیستم داشتم برنامه دیروزتون نگاه، من دیروز همش تو راه بودم تو هواپیما از این برای کانادا برو اون برای کانادا، بالاخره بعد از ظهر
رسیدم به سان فرانسیسکو و به حال نتونستم برنامه‌تون دیگه کنم. البته این به این معنی نیست که من همه برنامه‌ها رو نگاه می‌کنم. نه، سخت نگاه. ولی اندازه نگاه می‌کنم. اون مثلاً به کپی شناسنامه میگن رونوشت شناسنامه. اونی که میگه المثنا موقعی هست که شناسنامه گم میشه. بعد اتفاقاً توش هم نوشته، یعنی قدیم اینجوری بود، الان یادم نیست. من چون الان دیگه شناسنامه ندارم. ولی چیزه آقای خانم ها، یه بار دیگه من اینجا رو میذارم، شما باورتون میشه وقتی آقای ذوالفقاری گفت من الان شناسنامه ندارم؟ من داشتم یه جایی کار میکردم و کار برقی هم انجام میدادم، یعنی یه جایی یه قسمتی برق رفته بود، داشتیم ترابل شوتینگ میکردیم و وقتی دست دادم پیام ایشون پخش شد، تا ایشون گفت من الان شناسنامه ندارم، من ناخودآگاه اشک تو چشمام جمع شد. باورتون میشه؟ بفرمایید، بفرمایید. الان دیگه شناسنامه ندارم نوشته، یعنی قدیم اینجوری بود، الان یادم نیست. من چون الان دیگه شناسنامه ندارم. ولی چیزه به اون که وقت گم میشه میرن دوباره میگیرن، چونی به اون میگن المثنا. باز هم به خسته نباشی میگم تا قربونت خدا. ممنونم دوستان. اولا صداقت رو شما ببینید، ایشون میگه من چون برنامه من رو وقتی باشن و بیکار باشن نگاه میکنن یا با تلفن گوش میده، میگه من دیروز نبودم، چون این پیامو دیروز گذاشته، منظورشون دوشنبه است، میگه نبودم و تو هواپیما بودم اینا. البته ایشون میگه تو راه بودم و خیلی هم ما میگیم تو راه بودیم، تو هوا هستیم میگیم تو راه هستیم. و وقتی رسیده دیروز نشسته نگاه کرده، دیده که من گیر افتادم، این کلمه رونوشت تو مغز من نمیمده. بعد از شماها پرسیدم چی میگفتیم راستی؟ میگفتیم المثنا، ولی ایشون درست میگه. اگر شناسنامه دستمون بود میخواستیم بریم یک کپی ازش بگیریم، اون موقع هنوز کپی ماشین وجود نداشت، رونوشت به ما میدادن، یعنی یه نفر از رو نوشت کاغذ رو داد دست ما، فکر کنم 5000 تمر میزدن بهش، همون 5000 میگرفتن، میگفتن 5000 تمر باطل شده. ممنونم. ولی این محبت آقای ذوالفقاری هست که وقتی صحبت میکنه میگه این رو نوشته، اگر گم کرده باشی بری دوباره بگیری میشه المثنا، و حالا هم که دیگه کپی داریم و الاخر باعث میشه اونجایی که میگه من شناسنامه ندارم، سربی به خودش بگه ننگ بر دیکتاتور، شرم بر دیکتاتور که یه نفر ایرانی باشه، اینقدر ایران رو دوست داشته باشه ولی شناسنامه ایرانی الان نداشته باشه. خجالت بکشید آخوندهایی که شما اومدید گفتید که شاه خیلی بد بود، گفت هر کی نمیخواد حزب رفتابیخ بیاد پاسپورت بگیره بره، ولی شما کاری کردید که افرادی مثل آقای ذوالفقاری شناسنامه ایرانی نداشته باشه. من که بغضم گرفت دیروز، شما چی؟ ممنونم آقای ذوالفقاری عزیز و هر وقت آمدی این دوربرا خوشحال میشم ببینم. خب حتما شما دیدید و شنیدید که من هر وقت تو این تلویزیون، دیگه هر وقت که میگم، از روزی که با این پتیک مهدسیان، با این دوست ارمنیمون آشنا شدم، هر وقت که آمدم گفتم یه نفر در یزد احتیاج داره، یه نفر در نمیدونم گیلان احتیاج داره، یه نفر در کره ماه احتیاج داره، فوری پتیک گفت من اینقدر میدم و فرداشم گفت چک در راه است. البته ناگفته نماند، به شوخی بهش میگم آقا تو برای من دردسر درست میکنی، اولا تو از برق و باد سریعتر و تندتر عمل میکنی، من به سرعتت نمیرسم. دوما اون روز که ماجرای این دوچرخه بود و خود منم ایراد گرفتم، خب آقا پول نداری قول نده به بچت، حالا هم که قول دادی اینجوری شده، راههایی هست، میری از یه نفر قرض میکنی، مسجدی، بازاری، کارمندی، هنوز آدمای خوب والا هستن، اینقدر این نیایم بگیم بشینیم دولت کمک کنه. اون وقت دولت سر انتخابات یقمونو میگیره، میگه اگه من رأی ندید یارانه قطع میشه، یعنی گروهمون میکشه. ولی اگه خودمون با هم دیگه باشیم، من هفته پیش بود یک وبسایت رو بهتون نشون دادم، شلتر هاوس، براتونم گفتم شما باورت میشه تو آمریکا نمیدونم میشه بگیم ثروتمندترین کشور دنیاست،
ولی این فیرفکس کاونتی یکی از ثروتمندترین کاونتی های این آمریکا. باورتون میشه اینجا دخترهای 12 تا 16 ساله رو فریب میدن، میدزدن، میخرن، میفروشن، میبرن ازشون به عنوان برده های سکسی استفاده میکنن. سالها پیش من اینجا تو تلویزیون رنگارنگ بودم، گفتم بابا این بچه هایی که میرن مدرسه موهاشون رو کوتاه کنید. ما اون وقتا خیلی دلمون میخواست موهامون بلند باشه، بعدن فهمیدیم چرا، چون بهداشت عمومی کار سختیه. اگر موهای ما رو بلند نگه میداشتن شپش میزدیم. همینجا تو آمریکا بچه ها سرشون شپش میزنه. یه خانمی منو تو سوپرمارکت دید، آقای سوربی شما چجوری دلت میاد این مدرسه ها به این تمیزی؟ گفتم خانم شما اون موقع اینترنت و اینجا نبود. گفتم شما آدرس اینجا بنویس، من این مقاله ها رو از کتابخونه میگیرم برات چاپ میکنم که مثلا آمار همین فیرفکس و مقدار شپشه و بچه های شپشی و اینا چقدر. شما برو تو داروخونه، لیس میگن، لیس میگن، چی میگن به شپش، شما بگو من دوا میخوام، دیگه دواشم نسخه دکتر لازم نداره. چی بهش میگن؟ آن دی کانتر، چی میگن؟ اوور دی کانتر. ما چون نمیدونیم یا چون کم میدونیم، به دوستم گفتم، گفتم آقا جون شما به من میگی چون نوشتی اگر اینجا نمیبینید اینجا را کلیک کنید. خب اگر سیستم ما خرابه من احمقم بگم اگه اینجا رو نمیبینید اینجا رو بزنید که اینجا رو هم نبینه عصبانی بشه؟ آقا سیستم شما اگه بلد نیستی، حالا دیگه روم نشد به اون بگم، اینو گذاشتم برای یه سری افراد مسن مثل شما که دب هستن و حاضر نیستن حتی حرف کامپیوترش رو گوش کنه. کامپیوترش بهش میگه you need a plugin یا کامپیوتر. بذارید امروز بهتون نشون بدم. من میخواستم یه جای زنگ بزنم، هر دفعه میام اینو باز میکنم و زنگ میزنم. حالا ببینید امروز مثلا گوگل چی گفته. خدایا کجا رفت این، چی شد؟ اینجاست، کلیک هیر، گوگل وایس. ببینید ما با این گوگل وایس، اون شماره تلفن 202 مون گوگل وایس هست و اینا. دوستان نگاه کنید، آخه من چجوری به این آقا که خیلی هم ادعا میکنه که میدونه قانون دونه فلانه، ببینید چی نوشته. نوشته این پروگرامی که اتفاقی شماره این دوستمونه، دوستان هر کدومتون فکس دارید یه فکسی به این آقا بزنید، بگید سوربی دعوتت کرده بیاد. 747 فکر کنم شماره تلفن بوستون باشه، دلیلم اینه که آقای منوچهر هر وقت زنگ میزنه شمارهش 747ه. 747-226-2100 چه شماره سرراستی هم هست، احتمالا این یه بیزینسه. آقا زنگ زدی 4-5 دقیقه صحبت کردی، من که زنگ میزنم میره رو فکس ماشین. حالا اگر میترسی اسم و فامیل، من اصلا پیامت تو آخر گوش ندادم، چون تا پیامت شنیدم گفتم زنگ بزنم. امروز ما قرار بود با خانم بهیه جیلانی باشیم، گفتم ایشون میخواد هفته دیگه صحبت کنه که نزدیکتر به انتخابات باشیم. گفتم خب این دوستمون بیاد صحبت کنه، بعد میره رو فکس ماشین. ولی نگاه کنید دوستان، نوشته هنگ اوت ویدیو اند وایس Voice call don't work in Firefox for now. ببینید میگه فایرفاکس وقتی عوض شده ما دیگه این پروگرام ها رو تو این کار نمی کنی. ولی گوش کنید آقای دوستی که میگی به من برو سیستم تلویزیون تو عوض کن چون کامپیوتر من خرابه. Google is working to fix this as soon as possible. میگه گوگل داره روش کار میکنه که این رو به زودی زود درست کنه، یا هر چه زودتر درست کنه. Until then، تا اون موقع use a different supported browser. برو ماشین جستجو یا براوزری رو پیدا کن که با این سیستم کار کنه. درست همون چیزی که ما به تو گفتیم یا به شما گفتیم، چون شما خیلی از من مسن‌تره. بهت گفتم عزیز برادر برگرد برو اینترنت اکسپلورر، همون اینترنت اکسپلورر حتی به شما دروغ گفته، عوضش کرده کردتش اچ، خبر نداری. من اومدم تو برنامه گفتم اینی که خط طلایی روشه اینترنت اکسپلورر، اونی که خط نداره اچ هست. برید اون بالا قسمت هلپ رو بزنید، بهتون میگه چه ورژنی هست، چی هست فلان. ما چون بی خبریم، چون نادانیم، چون کمدان هستیم، برای دیگران هم مشکل درست میکنیم. خب اینم از این 9 تا ویدیو از ایران. وقتی کسی لهجه داره دوستان، یادتون باشه که اون یک زبان دیگه، یک لهجه دیگه از شما بیشتر بلده. بذارید ببینیم که این دوستمون خانم کبرا چی نوشتن.
دقیقاً آقای سوربی، در مدارس هلند تا دوره ابتدایی بیشتر بچه‌ها شپش دارن. من در هلند زندگی کردم و آنجا بچه بزرگ کردم، ولی بچه و پدر و مادرشان بچه ظاهراً خیلی تمیز و مرتب هستن. خدا پدرتون بیامرزه. آفتاب آمد، دلیل آفتاب، شاهد از هلند آمد. این حسن تلویزیونه. آقایی که از استرالیا، حالا دیگه چرا من که به همه میگم اسم بگو، آقای شافر، چجوریه این خانم از هلند داره برنامه منو میبینه ولی شما نمیتونی ببینی؟ خب کامپیوترت اشکال داره. دوستان لطف کنید هر کدومتون از هر جای هستین بنویسید از کجا هستید، چون من مأمورم میخوام شما رو گزارش کنم به جمهوری اسلامی. انگار که مثلا اونا نمیدونن ما کجا هستیم. آقا خانم، روز اولی که اومدی بیرون، اگه به صورت آدمیزاد اومدی بیرون، اونا میدونن شما کجا رفتی. اگه به صورت پناهنده اومدی، اون حقوقایی که از پناهندگی میگرفتی، اینا همه توی سازمان ملل ضبط و ثبت شده. به یه روایتی شنیدم از اون کشور پول رو گرفتن. حالا شما مثلا میگی آقای سوربی من مصاحبه نمیکنم چون میخوام آخوندا نفهمن من کجا هستم. آقا آخونده میفهمه شما دیروز با کی بودی، چون اونی که باهات بوده هم صداته هی به شما میگه به به چه چه، احتمالاً اون ماموره احمق، نه منی که آمدم نشستم توی یک خونه شیشه‌ای که هر احمقی بتونه بهم سنگ بزنه. کی ما میخوایم یاد بگیریم؟ کی میخوایم شهامت پیدا کنیم، انسانیت داشته باشیم؟ بیایم و اوکی. Okay. I send you a request on Skype to add me. آقای بگید آقای سیامک زند دو تا اسم قبلا داشتن، حالا یه دونه دیگه جدید، و این معموله، طرف یادش میره، آیدیش یادش میره، اسمش یادش میره، یا میبینه مزاحما رو اون زیاد شدن. شما اگر بیای اسکایپ من، نوشتم تماس بدون قرار قبلی یا هم چیزی ممنوع، اکیدن ممنوع، برای که من تا بازش میکنم طرف میگه آقا سلام، میگم سلام، حالت خوبه؟ حالم خوبه. آقا میشه باهات صحبت کنم؟ میگم برای چی؟ میخوام صداتو بشنوم. آقا خانم صدای من که شبان روز تو تلویزیونه. اگرم شما میخوای من صداتو بشنوم، پیام بذار فیسبوک، تلگرام، تلفن ما پیام میگیره. من میتونم، چون من بعضی وقتا تو استودیو کار کنم برای افغانیا، برای آمریکایا، اونجا نمیتونم صحبت کنم، ولی گوشیم تو گوشمه، میتونم بشنوم. اینم از این ماجرا. خب ببینم دیگه اینجا چی نوشتن. بله اکسپت، آقای سیامک زند قبولش کردیم و 11 دقیقه دیگه میبرمتون کانادا با ایشون باشیم. تا اون زمان بذارید ببینیم این دوستان چی نوشتن اینجا. و بله، خانم شهناز خزایی نوشته بیشتر اینها که بالاتاری اومدن جاسوس جمهوری آخوندی هستن. خب اینم برای فامیل ما که میگه آقا چرا همه قبول میشن من قبول نمیشم. خب به قول این دوستون میگه اونا جاسوسن. نه والا نیستن. من یه پسر و دختر جوانی که تازه ازدواج کرده بودن، برنده شده بودن، آمدن اینجا با فامیلشون، با خانوادهشون زندگی میکردن، میشناختم. خیلی ها رو میشناسم که آمدن اینجا و فکر نمیکنم اینها جاسوس باشن. آخه جاسوسه دیگه چه احتیاج داره با لاتاری برنده بشه؟ جاسوسه یه پول هنگفتی میریزن تو کانادا، 500,000 دلار، 800,000 دلار ویزای دائم بهش میدن. بعدم من نمیرم در صورت. اوکی. بله، باز خانم خزایی میگه که من دو بار دیدم مادرانی که از سر بچهشون شپش میگرفتن. من فیلم هم گرفته بودم و ازشون، ولی به خاطر تراکم تلفنم پاک کردم و فیلم ها. بله ممنونم، اصلا لازم نیست. هر جای دنیا که هستید برید بزنید هلندی، به هلندی بنویس مثلا مشکل شپش در مدارس. تو آمریکا هستی بنویس مثلا نمیدونم، گفتم لیس نمیدونم پرابلم این سکولز، و ببین چیه چیزی که هست. وقتی ما یه ایرانی میگه، ببخشید اینو میگم، ما معمولا هم این دوستان شاه الله هستن، نه که از قدیم از چون این خارجی ها میخوردن، همیشه فکر کردن این خارجی ها. آقای فیلابی سالها پیش گفت که آمدیم برای مسابقه کشتی نمیدونم آمریکا، روسیه، اروپا، یه جایی، گفت خب ما این توالت ها رو دیدیم، به مربیمون گفتیم این توالت ها چیه، چجوری بشینیم؟ گفت اینجوری میشینین، گفت ما بدنمون رو بذاریم رو این؟ گفت آره. گفتیم بابا کثیفه. گفت نگاه بکن اینا همه سفید و مرمری، کجاش کثیفه؟
گفت حالا امروز میفهمیم تمام این مرضای مقاربتی و اینا از همین سفیده و مرمری ها بوده. ما کی میخوایم آدم بشیم؟ کی میخوایم افتخار کنیم که آقا من هیچ چیزی از آمریکایی کم ندارم؟ آمریکایی تو دنیا اگه موفق شده، موفقیتش رو مدیون من و شما هست که زندگیمونو ول کردیم اومدیم اینجا. بله اینا هم امکانات برای من گذاشتن، برای شما گذاشتن. پتیک نوشته که با حقوق نمیدونم چند هزار تومانی تو ایران اگه مونده بود ممکن بود بچه‌هاش نتونن درس بخونن، ولی اینجا با کارگری هر دوتا بچه‌اش موفقن. اینو میدونیم، ولی این یک بازار بدو بستون بوده. آقا من عمرمو دادم، جوونیمو دادم، وطنم رو دادم، شما هم به من یک امتیاز دادین که اینجا مثل خر کار کنم پول در بیارم. الانم که فکر میکنم میبینم چه اشتباهی کردم. ساعت 4 صبح بلند شو برو بچت خوابه، 11 شب میای بچت خوابه. الان اگه برگردم به 30 سال پیش میگم آقا من یه نونی در بیارم، یه زندگی بکنم، با بچه هم باشم. من هر وقت خیابون میرم بچه ها رو میبینم بازی میکنن اشکم در میاد، میگم چرا من وقت نذاشتم با بچه هم. درسته که حالا به اندازه کافی به نظر خودمون گذاشتیم. تشکر میکنم از همسرم که اون موقع واقعا تا بچه ها بزرگ بشن وایساد و اینا رو ترخوش کرد. ولی شما الان نگاه کنید زندگی آمریکا چیه. بچه‌ای که به دنیا میاد از روزی که دنیا نیومده دنبال اینه که دیکر براش چیز کنن. من نوامو از مدرسه که میارن به شوخی میگم که به اینا بگو شما میخواستین منو بفرستین مدرسه؟ مگه من معلمم؟ مگه من دانش آموزم؟ من بچه هستم، باید تا 4-5 سال منو بزرگ کنید. هر وقتم وقت کنیم میریم از دیکر برش داریم میاریمش. چیکار کنم والا؟ خب نگفتم همشون، گفتم بیشترشون. من کجا گفتم همشون؟ آها دستا نمیدونم. میدونید من این ماجرای عینک و این کامپیوتر رو، عینک من دو قسمت داره، این پایینش برای خوندن، این بالا برای کامپیوتره. عینکای جدیدتر میدونید که پایینش برای خوندن، وسطش برای کامپیوتره، بالا برای رانندگیه. جدیدن دیدم که کانتکت لنز هم میسازن که به اصطلاح مثل پروگرسیوه و اونم هست. متاسفانه وقتی من به دکترم گفتم گفت وقتی یه چشمی آستیگما باشه اون کانتاکت لنزا کار نمیکنه. آستیگما هم دوستم اگه اشتباه نمیکنم وقتی که این چشمتون دایرش شده باشه یه کمی بیزی، اینم شماره داره میگه 100-110 فلان اینها. گفتم ما همه چیمون از دایره در رفته. در صورت گفتم بیشترشون چشمام گفتیم و من دو بار دیدم مادرانی که از سر بچه شبش میگرفتن. من هم فیلم گرفتم. خب من اصلا نمیدونم شما کجا گفتید بیشترشون که من گفتم همشون. بله خب دوستان ازتون ممنونم. ریپورت آهان نمیدونم دنبال چی میگشتم که شما گفتی ریپورت. میگم بعض وقتا من قاطی میکنم. شناسنامه ایرانی آقای سوربی، خداییش هر کسی که بخواد شناسنامه بگیره راحت میتونه هر جای دنیا که هست به کنسولگری ایران در همان کشور مراجعه کنه و درخواست شناسنامه کنه و بعد از چند روز آماده است. حالا بعضی از هموطنان شناسنامه ندارن، این دیگه فکر کنم قصور از خودشون هست. دوست عزیز شما موقعیتت با آقای ذوالفقاری فرق میکنه. آقای ذوالفقاری اولا باید بلند شه بیاد واشنگتن. ما اینجا سفارت و کنسولگری نداریم، یه دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی داریم. بعد آقای ذوالفقاری اگه بیاد اینجا بهش میگن باید کارت ملی بگیری، باید اینو بگیری، باید اونو بگیری. یه جورایی یه نامه غلط خورد، غلط کردم هم میخوان جلوش بذارم. اون شناختی که من از آقای ذوالفقاری دارم این چون حاضر نیست اون کارو انجام بده. ویلا بله شنیدم، خود منم بارها گفتم کاراشون خیلی ردیف شده، خیلی کامپیوترایز شده. تا بزنی دفتر .org یا .net همه فرما میاد الی آخر. اینا رو من میدونم. ولی آمریکایی‌ها میگن، ما میگیم خودتو جای اون بذار، آمریکایی‌ها میگن خودتو تو کفش اون بذار. من اولا میگفتم put yourself in his shoes. بله میگن شما خودتو جای این بذار. آقای ذوالفقاری که فعال سیاسی بوده و هست، حالا اگر پاش برسه به این دفتر حفاظت
اینجا اینا زورش نمیرسه کاری انجام بدن. خود این بچهای حفاظت هم بنده خدا آدمای خوبی هم توشون هست. یکی به من گفت آقا ما داریم کار میکنیم، ما مثل اون فراشی که تو خیابون فراشی میکنه، اونم نمیدونم باید بگیریم اعدامش کنیم. اعلام کردن آقا یه نفر احتیاج داریم کار مردم انجام بده، ما اومدیم. در هر صورت نمیدونم. آهان، در مورد لاتاری ممنونم خانم شهناز عزیز. آهان شما گفتید بیشترشون، آهان شما کاملا درست میگید، گفتید بیشتر اینها که با لاتاری اومدن جاسوس جمهوری آخوندی هستن. اینم نگی، از کجا میدونیم؟ وقتی ما میخوایم بگیم بیشتر، یعنی رفتیم با 500 نفر صحبت کردیم یا تحقیق کردیم، از این 500 تا 255 تاشون، 300 تاشون، 400 تاشون بودن. میدونید شما حتی آمارایی که میگیرن توی کشورهای درست حسابی، وقت طرف میگه 48% مردم، بعد زیرش مینویسه که ما اینجا که گفتیم مردم، منظورمون 400 نفر بود، منظورمون 10,000 نفر بود، منظورمون رو اینترنت 300,000 نفر اومده بودن. مینویسه که این انقدر آدم. و یادتون باشه همین رایگیری ها پدر خانم هیلری کلینتون رو در آورد، چون رایگیری هایی که کرده بودن کسی نرفته بود از این وسط آمریکا که پر گاوه رایگیری کنه، اومده بود از شمال، از شرق و از غرب راحت با اینترنت بزنید ببینیم، طرف زده بود. بعدم هی بردن دادن به خانم کلینتون، گفتن شما برنده شدی. ولی اون گاوداره اون وسط ناراحت بود، اون به ترامپ رای داد. و وقتی من رانندگی میکردم میرفتم میدیدم که پشت خونش رو برداشته رنگ کرده نوشته ترامپ. البته همونا امروز میگن ما اشتباه کردیم، ترامپ تمام قولهایی که داد تا امروز به یکیش عمل نکرده و فقط قانون تکس رو داره تلاش میکنه عوض کنه برای اونایی که پول بیشتری میسازن. ساعت 2:58 دقیقه است. ببینیم که آقای سیامک زند هستند یا نیستند، زودتر بریم سر قرار بهتره. من در موقع مصاحبه با ایشون فیسبوک ایشون رو باز میکنم، فیسبوک ایشون رو به شما نشون میدم تا شما اگر با ایشون آشنا نیستید آشنا بشید، بعد اگر خواستید باشون تماس بگیرید. و ایشون هم دیدم که روی فیسبوک خیلی فعال هستن. بذارید من تصویر فیسبوک ایشون رو بیارم، آقای سیامک زند، و با هم گفت و شنودی داشته باشیم. چون اون روز که آقای آریانپور اون مقاله رو نوشتند و من هم گذاشتم، آقای سیامک زند هم صحبتی، یعنی نوشتند دیگه، وقتی میگیم صحبتی کرده بودند دیگه، شما میدونید ما توی فیسبوک نمیشه صحبت کرد، ضمن این که میشه چی بگم والا. بیا دوستان این صفحه آقای سیامک زند. و آقای زند سلام، خیلی خوش آمدید. سلام از بنده جناب پارسا خان و سلام گرم به شنوندگان و بینندگان شما. ممنونم از شما آقای زند. اولا شما لطف کنید درباره این آگهی استخدامی که اینجا نوشتن به ما بگید ببینیم. 2 سال پیش اسم شما رو به عنوان شکار بسیجی و افشای مزدور و اینها روی فیسبوک و اینجا ها پخش کردن، منم برای شما نوشتم آقا شما اگه مأمور استخدام میکنی چرا ما رو استخدام نکردی. درباره این صحبت کنید و بگید ضررهایی که اینا دانسته یا نادانسته به جامعه میزنن به نظر شما چیه؟ آقای پارسا، حالا شما بنده رو میشناسید، اونهایی که من میشناسم، بنده الان در تورنتو هستم، یه کاری مشغولم و زندگی و امورم میگذاریم. حالا بسیجی، آخه بنده اگر بسیجی بودم باید در تورنتو حداقل در یه ویلای زندگی کنم، نه اینکه در یک آپارتمان رنتال. و ضمناً این بسیجی ها کجا هستن که ما اقلن بلندشون بریم این حقوق معوقه خودمونو بگیریم از اینا؟ اگر بسیجی هستیم حداقل باید یه چیزی به ما بماسه یا نه؟ والا این سلطنت طلبه آقای سربی شورش در آورد. حالا برگردیم به اصل موضوع و همین مصاحبه پریروز شما و فرمایشات آقای آریان.
خب بفرمایید، با شما هست. آقای آریانپور بسیار افسر وطن پرستیه، در یک نظامی خدمت میکرد. این بدین معنی نیست که تمام کسانی که در ارتش شاهنشاهی یا نیروی دریایی هوایی یا غیره آدمای وابسته به اون شکلی بودن. 35 میلیون نفر در ایران در اون زمان زندگی میکردن، هر کدومشون به یک نحوی با اون نظام وابسته بود. حالا مسائل اخلاقی این آدم ها بستگی داره به خودشون. افسرهای لایق بسیار بودن، مخصوصا در نیروی دریایی. من امیدوارم که آقای آریانپور دارن به این مصاحبه گوش میدن، چون که افسران لایقی در زمان ایشون یکی دوتا نیستن که بنده بشناسم. کسانی بودن مانند شاهرخ هدایت، فریدون شاهنده، عرشبت حضورتون، ده ها اسم میتونم ببرم از افسرهای لایق نیروی دریایی و نیروی هوایی. حالا یه عده‌ای در رژیم شاه کار میکردیم ما به خاطر موقعیتی که داشتیم. این به این معنی نیست که ما وابسته بودیم به اون رژیم به اون صورت. برگردیم به فرمایشات ایشون در این لینک که گذاشتن. آقای سربی، خاطراتی، گوشه از خاطرات آقای آریانپور منعکس کردید شما که مربوط به خسیس بودن غلام رضا پهلوی. حالا سلطنت طلبا والا حضرت غلام رضا پهلوی صداش میکنن، اعلی حضرت محمد رضا آریامهر. آقا 40 سالی که سلطنت از ایران برچیده شده، از این مسخره بازی ها رو بذاریم کنار. غلام رضا برادر بزرگتر محمد رضا پهلوی بودن، پسر توران امیر سلیمانی که از خانواده قاجار بود و میدونید مدتی بود که شاه ولیعهد نداشت، صحبت ها بود که حتی غلام رضا رو ولیعهد خودش بکنه، اما چون که طبق قانون اساسی اون زمان خاندان قاجاریه نمیتونستن دیگه در سلطنت شرکت داشته باشن، رو همین اصل شاه نتونست غلام رضا رو به عنوان ولیعهد خودش بکنه. این البته بعد از فوت شاهپور علی رضا. در مورد خسیس بودن ایشون آقای آریانپور دقیقا درست میفهمم. ببینید آقای سوری، بنده یه شغل کوچیکی داشتم در دفتر مطبوعاتی شاه، مسئول خبرنگارای خارجی بودم. سران کشورها که می اومدن به ایران که شاه ببینن یا اینکه از ایران بازدید بکنن، می نوید طبق تشریفات اون زمان مهمونی شامی برای اینا می دادن که خب شاه و مهموناش حالا به سلامتی هم دیگه شامپان یا نمی دونم آب گلاب یا هرچی می خوردن، بستگی داشت به جنبه مذهبی این اطراف. خاطره که بنده دارم و میخواستم برای شما تعریف کنم، مخصوصا برای این آقایون مانند فرخ پیرنیا، مانند این خانم گنجلی، مانند این دیگران، که این موضوع که مربوط به خصاصت غلام رضا پهلوی بوده، چنین موضوع برگردوندن به مسائل سلطنتی محمد رضا و رضا شاه و غیره. درست یا نه آقای سلطان؟ بله بله. شما لینکی که گذاشته بودید به عنوان مجری یک تلویزیونی در واشنگتن به مناسبت فوت طرف، حالا خدا بیامرزدش، حتما بستگان ایشون عزادارن، همه ما آخرت اون همینه، مرگه. حالا یک عده‌ای خیلی معذرت میخوام بگن خدا بیامرزدش، یه عده‌ای بگن گور به گور شد، بستگی داره به اعمال ما در زندگی مونه. غلام رضا هیچ تغییری هم نمیکنه در وضع اون، نه گور به گور میشه نه خدا بیامرزد، به گفته نه خدا بیامرزد دقیقاً. اما خب آدم چه بهتره یک اسم نیکی از خودش بمونه تا 10 تا فوشم پسترش نثارش کنن تو اون دنیا.
مسئله که من خدمتتون زنگ زدم و میخواستم اینو برای بینندگان و شنوندگان شما عرض کنم در مورد خصاصت این آقای غلام رضا پهلوی، چیزیه که با چشم خودم دیدم، چیزیه که من مانند همین آقای آریانپور شاهدش بودم و وظیفه خودمه که اینو منعکس کنم. حالا نه جنبه سیاسی داره این، نه جنبه خوبی، نه جنبه بدی. من در اون زمان جوون بودم، الان 76 سالم. جریاناتی که من دارم تعریف میکنم اون چیزهایی که من زندگی کردم، دیدم و شنیدم. برگردیم به همون موضوع، اینه که من مسئول خبرنگارای خارجی در اداره اطلاعات و مطبوعات وزارت دربار بودم. یکی از وظایف من بود که خبرنگارای خارجی که همراه سران کشورهای خارجی که به ایران می اومدن برای به عنوان مهمون شاه یا برای بازدید از ایران، مسئولیت اینا با بنده. رسم بود که شاه برای این سران مهمونی شام میداد. حالا بچه های ایرونی، خبرنگارا، عکاسا و ارباب ارتباط جمعی، عروسیشون بود اون شبایی که ما میرفتیم کاخ نیاوران یا جای دیگه که شامی در کاخ بخوریم. چرا؟ چون که خبرنگار خارجی که همراه سران خارجی می اومدن با خبرنگارای ایرانی در یک گروهی می شدن و شامی که به ما به خبرنگاران می دادن از همون شامی بود که بر سر سفره شاه به مهموناش داده می شد. باور کنید شرابای فرانسه شاتو لاتور مثلا 1962 این چیزا، شرابای بسیار گران قیمتی که سر سفره شاه داده میشد، اینم به خبرنگارا میدادن. اینو که بچه ایرونی ها خیلی هم خوشحال میشدن، خب بابا جان یه شام شاهانه بخورم به قول معروف. بعضی از این سران کشورها چنین اهمیتی نداشتن که شاه برای اینا مهمونی شام تشکیل بده. مثلا بعض از این رؤسای جمهور آفریقایی که خیلی به معذرت میخوام گدا گشنه بودن، خودشون در قحطی زندگی میکردن و چنین اتفاقی افتاد که ارتباط پیدا میکنه به غلام رضا پهلوی. یکی از این سران کشورهای آفریقایی اومده بود به ایران که شاه در شأن خود ندید که مهمونی شام برای ایشون ترتیب بده، آقا اینو فرستادن کاخ غلام رضا پهلوی در همون جا راه خیابان کاخ که شام مهمون غلام رضا پهلوی باشه. منطقا معمول خبرنگارای همراه این رئیس جمهور و خبرنگارا و عکاسای ایرانی رو با خودمون برداشتیم بردیم. آقا یه میزی گذشته بودن، باور کن آقای سرمی، والا حضرت غلام رضا پهلوی برادر بزرگ شاه، من وارد سالن ناهارخوری که شدم و غذاهایی که سر این میز دیدم از خجالت آب شدم. آقا حالا بدبخت رئیس جمهوری کشور فقیر آفریقایی بوده، حداقل یک خیلی معذرت میخوام یک کباب سلطانی، یک چلو کباب، یک چیزی به اینا بدید. آقا یه مقداری نمیدونم قرمه سبزی و یک زرشک پلوی با مرغ و کمی نون. این سر میز مهمانی غلام رضا پهلوی برای یکی از مهمونای برادرش که رئیس جمهوری کشور آفریقایی گوشی با شماست برو. بله خیلی ممنون. اتفاقا حالا بعد دیگران هم اومدن داستانهای نوشتن، حتی یه نفر نوشته اونایی که تو آشپزخونه کار میکردن این گفته بوده که اجازه نمیداده حتی اضافی خوراکها رو ببرن منزل، ضمن این که میگه خیلی هم سعی میکرده که به اصطلاح خوراکی اضاف نیاد و
جالب اینه که من حتما فکر میکنم بعد از این مصاحبه با شما افرادی هم میان میگن اصلا این آقای زن دروغ میگه، این خبرنگار نبوده، از در کاخ هم رد نشده، چنین و چنان. ولی اونایی که شما رو میشناسن در طی این سالها با خاطراتتون آشنا هستن. تو خودم این تلویزیون مردم چندین بار مهمان ما بودید، ممنون و متشکرم. و دعوت میکنیم اگه دیگران هم خاطراتی دارن بیان بگن. یکی از ایرادها این بود به من، یکی گفت آقای سربی چرا اون روز تالا راجع به این صحبت نکردی؟ میگم آقا تو مقاله رو خوندی؟ اولا من صحبت نکردم، آقای آریانپور صحبت کرده. بعدن اینجوریه، وقتی یه نفر میمیره میان دربارش صحبت میکنن و بعضیا خوبن درباره خوبیاشون صحبت میکنن، بعضیا بدن درباره بدیاشون، بعضیا خسیسن درباره خساستشون. شما گفتید برادر بزرگتر شاه، ایشون از لحاظ سنی بزرگتر بوده، فقط به دلیل اینکه قاجار بوده نمیتونسته. چجوری شد ماجرا؟ بله ببینید، ایشون رضا شاه بله 4 زن گرفته بود. بله یک زنی گرفته بود قبل از اینکه مادر محمد رضا پهلوی و خواهر دوغلوش ارشد پهلوی و علی رضا و شمس، اینا از یک مادری بودند که رضا شاه، این زن دوم رضا شاه بود قبل از پادشاه شدنش، زمانی که سردار سپه. بعد از اینکه شاه شد یک خانمی به نام توران امیر سلیمانی میگیره که مادر شاپور غلام رضا بود. حالا بعد از توران خانم یک خانمی دیگه میگیره که مادر محمود رضا، عبدالرضا، احمد رضا، فاطمه پهلوی و اون آخرین فرزند رضا شاه به نام حمید رضا که میدونید شاه ایشون رو ترک کرده بود از دربار، چون که خیلی معذرت میخوام از اون لطفات ها. بله من با پسر ایشون هم صحبت کردم. بله حالا بگذاریم، بالاخره ایشون هم بالا حضرت بودن. حالا بالا حضرت ممکنه، ببینید آقای سرگی من حقیقت رو باید بگم، غلام رضا خیلی آدم خسیسی بود. من بقیه بالا حضرت ها رو شخصا اونجوری نمیشناختم. محمود رضا و اشرف پهلوی رو برخورد نزدیک باشون داشتم. محمود رضا با اینکه خیلی آدم خاکی بود، اما ایشون هم باور کنید مانند غلام رضا خیلی آدم خسیسی بود. با محمود رضا ما شبا مثلا بیرون میرفتیم، دیسکوتکی داشت در تهران به نام شومینه، خود محمود رضا شریک بود در شومینه. شام که با ایشون میرفتیم بیرون، پول میز شامو در دیسکوتکی که مربوطه به خودش، بنده یا دوستای خودم امثال جوزف غریبیان که همه اینا زنده هستن و میتونن بیان شهادت بدن. حالا محمود رضا با اینکه خیلی آدم خاکی بود، باور کنید آقای سربی سیگار کنت میکشید. بله هرگز. نه شما گفتید پول میزو، یعنی شماها میدادی. باور بفرمایید. خب این میشه مثل آقای ترامپ. آقای ترامپ هم اینجا همین کارو میکنه، مردم رو دعوت میکنه به هتل و رستوران خودش، حتی بهشون هم میگه چی بخورین. احتمالاً اونایی که گرون آخر سر صورت حساب میذارن. بله آخه ببینید محمود رضا مثلا الان خودو بیامرزتش، میگم آدم پشت سر بعضیا، میگم پشت سر مرده نباید حرف بزنه. نه من قبول ندارم. چرا نباید؟ حقایق تاریخی رو میگی. دقیقاً آقای مثلا والحضرت محمود رضا پهلوی که سیگار کنت میکشید، باور کنید هرگز قوطی سیگار از جیب بغل کتش در نمی آورد. میخواست سیگار بکشه، انگشت میکرد تو جیبش، یه سیگار در میاره روشن میکرد میکشید که قوطی رو نذاره رو میز کسی دیگه سیگار بر نذاره از اون. بله برخلاف اینا شاه دخت اشرف پهلوی خیلی ریخت و پاش و خیلی خانم خیری بود. حالا از لحاظ خسیس که نبود که هیچی، نه که فقط در مورد پول و این چیزای دیگه، در خیلی موارد دیگه هم هیچ هرگز خساستی نشون ندادن ایشون. در هر صورت آقای سربی، این مسائلی که من خدمتتون عرض میکنم، بازماندگان کسانی که با من کار کردن تو دربار هنوز همه هستن. من امیدوارم این بچه های مثلا دوستانی که خوبی داشتیم در اون زمان، مانند منوچهر قرابوزلو، محمود حاجبی، نمیدونم امیر نخعی، اینا مثلا
بیه بگونیم که میرفتیم با شاه بولینگ بازی میکردیم آقای سوربی، کسی اینو نمیدونه. آقای زند شما توی رادیو یا تلویزیونی هم به صورت دائم برنامه دارید الان؟ چون مردم از نه من برنامه خب ندارم و میدونید پس... من هیچ وقت در این برنامه ها نه ارادتی که به شما دارم، یه برنامه هم داشتم دیگه با آقای مرتضوی اینا که ایشون تلویزیونشون تعطیل شد. مثلا اینجاست، اینی که میخواستم ضمناً خدمتتون عرض کنم، تمام مصاحبه‌ای که من با آقای این مرتضوی داشتم و تو یوتیوب بود کاری کردم تمام اینا رو پاک کردم. بله، اجازه من در مورد با همون مصاحبه دوستان من گفتم آقای سیامک زند رو می‌خوای بیاری، این به شما تو برنامه فحش داده، گفتم ببین من بعدش با ایشون صحبت کردم، بهش گفتم که آقای شهبازی تو کالیفرنیا به گدایی نیفتاده بود، آقای شهبازی اینجا با افتخار زندگی کرد، من بچه‌هاشو می‌شناسم، خانواده‌شو می‌شناسم و اینها، و ما مشکلی نداریم. حالا شما آقای سوربی خیلی معذرت می‌خوام، ببینید بعضی وقتا آدم تو صحبتش از یک اصطلاحات عامیانه استفاده می‌کنه، مثلا در گدایی زندگی کرد، بنده که ایشون زندگیشون رو در کالیفرنیا نمی‌دونم، اما می‌دونم که اون زندگی که قبلا داشت اون نبود. علی شهبازی بسیار آدم شاه پرست و وطن پرستی بود. بله خودش همین کسی بود آقای سوربی که تا دقیقه آخر با این خانواده موند و اجرش کف دستش گذاشتن و بیرونش کردن. خود آقای شهبازی همیشه میدونی اون آخری ها دیگه چشمشون اینا کم میدید، رانندگی هم که من میرفتم از خونهشون میآوردمشون برنامه تلویزیون اینا، همیشه بجز خوبی از شاه چیزی نگفت برای من. و خودش هم به من گفت که وقتی همسر شاه باهاش نبود، وقتی بچهش باهاش نبود، این بود اونجا که اصلا میگفت به من میگفت علی خبری، یعنی شاه به آقای حیدر علی شهبازی میگفته علی خبری برو رادیو رو بیار گوش کنیم و اینها. و بعد خود آقای شهبازی این معلم کاراته تکواندوی رضا پهلوی بود و مأمور حفاظت شو اینا، شاه بهش به اینا گفته بود که اینا رو تا آخر عمرشون باید حقوق بدین. متاسفانه رضا پهلوی حقوقشون رو که نداد، هیچی، پولهای اینا رو هم گرفت در بانکی گذاشت که اون بانک خودش و مادرش و اینها پولا رو جابجا کردن. میدونید که این کلکا رو تو ایران هم برادر شاه یه وقت با بانک عمران کرد، پول میذارن برمیدارن. همینجا آقای ترامپ با بانکای روسی مثل که داره این کار میکنه، شما 100 هزار دلار میذاری 1,000,000 برمیداری، بعد میگی شرکتم به اصطلاح چیز شد، خلاصه اونام نمیتونن دنبالت بیان. در صورت حالا که ذکر خیری از آقای حیدرعلی شهبازی شد، من ایشون رو سال 2001 از طریق برنامه ها شناختم، چندین برنامه چه در تلویزیون رنگارنگ چه در تلویزیون ما تیوی با ایشون داشتم و چیزی به جز ارادت و به جز خوبی از شاه ایشون نگفت، ولی از رضا پهلوی دل خونی داشت، میگفت که رضا پهلوی اینجور و اونجور. و حتی یه بار افرادی که آمده بودن به رضا پهلوی پول بدن از طرف صدام و کشورهای عربی، این بهش گفته بود، همین به قول شما خودمونی صحبت کردن، تخم پدرت نیستی اگر با این عربا بر علیه ایرانیا به اصطلاح دسیسه کنی. آقای زند من از شما ممنونم. یک جریان خیلی کوچیک دیگه هم خواستم بفرمایید. عرض کنم که حق به حق دار برسه، فقط رضا پهلوی نبود که ناسپاسی در حق کسانی که بهشون خدمت کردن کرده باشه. خود فرح پهلوی رئیس گروه محافظینش سرهنگی بود به نام یزدان نویسی. یزدان نویسی در فقر مطلق در واشنگتن درگذشت. آقای سوربی بفرمایید تحقیق کنید، شما واشنگتن تشریف دارید، دوستان و شنوندگان شما باید یزدان نویسی را خوب بشناسند. پدرش تیمسار بود، یزدان بچه ماه بود. آقا چی بگم دیگه، احتیاجی نداره. در هر صورت اگر فرصتی دیگه شد که بنده برمون مشاهدات خودم مانند همین آقای آریانپور خدمتتون منتقل کنم، با کمال میل هر کیم خواست کوچکترین ایرادی در عرایض بنده بگیره بیاد رو صفحه شما، شماره تلفن خودم بهش بده، من باش صحبت کنم. من ترسی از
کسی میخوان شمارتون رو بگید آقای زن، چون احتمالاً حالا یک کسی دوستانی به شما تماس میگیرن، ای وای چرا با سوربی صحبت کردید، نمیدونن که ما سالهاست با هم دوست هستیم و قبلا هم بگم الان شماره خودم رو بذارم رو صفحه اونجا، خواب نخواهم داشت. اوکی خب هیچی، پس اگر کسی خواست دوستم با من تماس بگیره من شماره رو میفرستم خدمت شما. دارم شماره تون رو، هر کسی خواست تماس بگیره اسم و رسمشو بده من خودم بشم. بله و این کار صحیح هست، من شماره تون رو دارم. از شما ممنونم و اگر موقعیتی پیش آمد درباره خاطراتتون خواستی صحبت کنید خبر بدید، با هم باز هم در برنامه‌های آینده صحبت میکنم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خیلی هم ممنون و خوشحال شدم. مرسی به همچنین. دوستان عزیز با آقای سیامک زند بودیم، ایشون سالها در دربار به اصطلاح محمد رضا پهلوی کارهای خبرنگاری و مسئول خبرنگارا بوده و حالا من بعداً میپرسم اگر کتابی هم در این باره نوشتند یا نه، ببینیم که میتونیم اونا رو براتون پخش کنیم یا حیف اینایی که هستن تا هستن بیان بگن که مثل اون خاطرات علم نشه که بعد بگن آها حالا چون مرده پس این خاطرات دروغه. تا هستن مثل آقای سیامک زند، مثل آقای تیمسار آریان پور، مثل آقای سرهنگ عقیلی پور بیان خاطراتشون رو بگن. اونایی هم که میگن آقا اصلا اینها نبودند و دروغ میگن، اگه یه کم دیگه ولشون کنی اصلا وجود اینها رو هم میخوان تکذیب کنن. اصلا اینی که آقایی به نام سیامک زند امروز در کانادا نشسته نفس میکشه، ایشون میگه اصلا سوربی دروغ میگه، این وجود نداره، این خودش قلابی درست کرد، چی بگیم؟ بهتره که چیزی نگیم، بریم ببرمتون ایران یه چند تا ویدیوی قشنگ ببینیم که این ویدیوها رو دوستان از طریق تلگرام برای ما بفرستن. دوستان یه بار دیگه از آقای حمید نصیری تشکر میکنم، به زودی چند دقیقه با ایشون صحبت میکنم که اگر شما کارهای وبسایت و اینها اصلا حوصله حرفای سیاسی نداره، اصلا جز این کارهای سیاسی اینها نیست، همش کار تکنیک آیتی، اگر کار دارید میتونه براتون کار انجام بده به قیمت خیلی خوب. فارسی حرف میزنه، انگلیسی حرف میزنه، سوئدی حرف میزنه، والا نمیدونم دیگه چند تا زبون دیگه باید حرف بزنه تا ما و شما هم دیگه رو بفهمیم. در هر صورت بازم من از ایشون ممنونم. یه فیلمی که دیروز روی به اصطلاح سایت های اجتماعی داشت میچرخید و زیاد دیده شد، فیلمی هست که گویا در مینا وقتی که غذای فاسد شده یا تاریخش گذشته سوار کامیون میکنن و میبرن که بریزن اونجایی که زباله ها رو به اصطلاح دفن میکنن، این کار انجام بدن، ولی گویا مردم گرسنه میناب رفتن اونجا و ببینید چه میکنند. دوستانی که این ویدیو رو فرستادن، ویدیوی بعدی و ببینیم این ماجرای انتخابات درست مثل انتخابات سال 88 که ببخشید اینو میگم ولی کم مونده بود دیگه خشتک هم دیگرم توی این مصاحبه و مناظره ها در بیارن، ببینید امسال چگونه به جون هم افتادن. وزیر نفت و آقای قالیباف اگه اشتباه نکنم شهردار تهرانه و یکی از اونایی که از اون فیلتر آخونده فعلا عبور کرده و برای انتخابات داره خودش رو آماده میکنه. بشنویم با هم و ببینیم که این آقای وزیر نفت چی میگه. آقای منس، اخیراً آقای قالیباف که اظهار نظری کردن، گفتن وزرای آقای روحانی ساده زیست نیستن و کاسبن. شما کاسبی؟ من نزدیک 24 ساله که وزیرم و حدود 12 سالم هست وزیر نفتم، یعنی در یه وزارتخانه دارم کار میکنم که پردرآمدترین وزارتخانه کشور است و بیشترین گردش مالی رو داره و اگه قرار باشه کسی کاسب باشه، یعنی من کاسب باشم، باید بیشترین الان درآمد و اموال رو داشته باشم.
من پیشنهادم با آقای قالیباف این است که بیاد اموالمونو تاق بزنیم. یعنی من هرچی من و خانوادهمون دارم به اسم آقای قالیباف میکنم، هرچی هم ایشان و خانوادهشون دارن به اسم من بکنن. این خیلی چیز ساده ایه، اگر آمادن فردا صبح میتونیم بریم محضر این کارو بکنیم، من آماده هستم. بالاخره ساده زیستی رو اینجوری نشون بدیم. من اموالم هم ضمناً 30 ساله به قوه قضاییه بارها اعلام کردم و خیلی روشنه اموال من. البته نباید قبلا ایشان ببینن اموال منو چون ممکنه پشیمان بشه. خیلی چالش خوبی بود. حالا ببینیم آقای قالیباف این چالش رو قبول میکنه یا ازش در میره. خب موقع انتخابات هست و اینها، با وجودی که این نامزدها رد شدن و رفتن، ولی بد نیست که هنوز هم بعضی از اینها رو شما ببینید، حداقل برای خنده خوبه. از همون خدا برش با این هلال بیستی بیستی دوری داسته و بعد تهتر تهری داسته چایی از شورای نیهبان میخواهد، از مسئول نیزام میخواهد این خدا را دوست دارد از من حمایت. اگر از من حمایت نکنند نوزیدی عذاب الهی میشن، از سهر خدابند عذاب بیرایی تو خدابند نیوانم کنی که بعدی خیزاست ها به خدا همیزا رسالت من جهانیه. یعنی چجوری بر وحی میشه؟ هم خوابم در بیرایی رحمت دلالم نیست من برای جهان ایزم الان اومده حاضرم با شما هم کاری الان کارای ثبت نام تموم شده؟ الان ثبت کردی؟ بله بیا من با یکی ایزم ثبت کردی؟ ثبت کردم. الان میری بی اینترنت؟ بله. خب کاری نداری؟ خدا آدم ساده ای، آدم دلش میسوزه براش، ولی دوستان خیلی معروفه، میگن هر کسی میتونه با خدا صحبت کنه، ولی اگه یه کسی آمد و گفت خدا با من صحبت کرده، اگه میتونید ازش فاصله بگیرید چون دیوونه است. اینم از این ماجرا، ایشون هم مثل که خدا باهاش صحبت کرده و به نظر من ازش فاصله بگیرید. و بریم ویدیوی بعدی ببینیم این چیه. بله، این هم در خارج از کشور که بعضی وقتا ایرانی های دیپلمات که از طرف جمهوری اسلامی میان اونجا فکر میکنن که اونجا هم میتونن به مردم زور بگن، مخصوصا به جوان ها. ببینید و بشنوید. شما از من این دزدیدید پس میدید اون رو یا شکایت بکنم ازتون؟ It's still something from me. Okay, I want to make a report. اونو به من بر نمیگردونین شکایت بکنم ازتون؟ Did you see it? He steal something from me. Hello, suspect here. باشه گوزم کنم نیفهمه. اونو به من برگردونین، من شکایت میکنم ازتون. خب همین الان پلیس هست دارم همین کار میکنم، اونو به من برگردونین. خب پنگ کردی، من جمعش میکنم. شما نمیتونی جمعش کنید، اون وسیله منه. But he is still something from me. I have to record it to prove it. Because he is still something from me, and I can I should record it to prove it. Das musst du uns vorher sagen. LVD hat uns immer gesagt. نظرم یا تو آلمانه یا هلند یا اتریشه که اینجوری صحبت میکنه و این آقا پسرم با انگلیسی میگه که این ایشون فارسی نمیفهمه که شما به این میگه باشیدنشون افتی تواد نه یادم. حالا ببینید دوستان، این آقا بغیر از این که بلد نیست صحبت کنه، چقدر آدم بیشعوریه. چون اگه راه تو بگیری بری که این ویدیو پخش نمیشه، مردم بفهمن تو چه نادانی هستی. حالا اونم یا پسرته به عنوان حقوق بگیر و مترجم همراه آوردی، یا یه بدبختی که استخدام کردی پول بهش میدی بیاد مترجمت باشه. ولی این آقایه داره از حق خودش استفاده میکنه. شما تو کشورهای اروپایی، تو کشورهای آمریکایی حق دارید که بیاین express your opinion، یعنی نظرتون رو بگید.
میتونید یه نوشته بگیرید دستتون، صبح برید دم ایستگاه مترو یکی داره روزنامه پخش میکنه، یه نفر وایساده میگه نمیدونم زنها نباید قرص حاملگی بخورن، یه نفر میگه زنها باید اختیار داشته باشن هر وقت دلشون میخواد تا هر سنی بچهشون رو تو شکمشون نمیدونم چی میگن سخت جنین کنن، هیچ که کاری بهشون نداره. ولی اگه یکی وایساد کاغذ اینو از دستش گرفت، حالا من تعجب میکنم این پلیسا خیلی آدمای ملوی بودن به اصطلاح، خیلی خونسرد بودن، فوری باید این آقا رو بگیرن، میگه این مال اینه، میگه بله، میگه این دزدیدیش، حتی دستبند میزنن بهت چون صاحب مال وایساده و تو مقوای اینو برداشتی. دم این آقای جوان گرم. بریم ببینیم. آها، این دوستمون خانم شهناز خزایی نوشته هنربندان، عمدن به جای هنرمندان نوشتن هنربندان، نوشتن هنربندان به ظاهر ایرانی که گفتن باز رأی میدهند و به روحانی. این کلیپ را چندین بار ببینید. خانم خزایی شما فکر کنم منو خوب میشناسید تو این چند سالی که از تلویزیون و اینها با هم به اصطلاح کلکل میکنید. ببین دوست عزیز من، برگردید اول برنامه من گفتم خودمونو باید جای اونا بذاریم. هنرمندی که تو ایرانه میبینه که این روحانی باز اقلن یه دریچه‌ایه، شما میخوای آزاد باشه، آقا نیست، خانم نیست، اقلن این دریچه. من به روحانی هم از روز اولم گفتم این 20 سال توی دولت‌های قبلی مسئول این چیزای انرژی و اینا بوده، بعضیا خبر ندارن. ولی اون بیچاره، اون هنرمندی که اونجا هست، به همین سادگی با چوب نزنیم اینا رو، خیس و تر رو با هم نسوزونیم، اجازه بدیم رأی خودش رو بده. آقای صادق زیبا کلام دیروز یه ویدیوی یه مصاحبه رو من براتون پخش کردم، حالا پخش میکنم تا یکی دو سه روز دیگه، راجب انتخابات هست و اینها. و این مثلا میاد قشنگ روحانی رو زیر ذره‌بین میذاره، میگه من به عنوان یک معلم، یک استاد دانشگاه، به این در قسمت اقتصاد نمره این میدم، در قسمت چیزای امور خارجه نمره این میدم، در این قسمت مردوده یک کمی، حالا ما چون اومدیم خارج میدونم، مثلا شرایط شما رو میدونم، شما فرزندتون رو هم این ها ازتون گرفتن و هیچ کس نمیتونه به شما بگه ما درد شما رو میفهمیم. من میدونم که ما درد شما رو نمیفهمیم. اونایی که میگن ما با شما هم دردیم دروغ میگن یا میخوان یه تعارف کنن. در اصل دوست عزیز، به نظر من به این سادگی که من و شما فکر میکنیم نیست، سفید و سیاه نیست، یه جایی هم خاکستری هست، این خاکستری ها رنگای زیادی داره. در صورت وقت میگم خاکستری رنگای زیاد داره، شما برو توی این فروشگاه های رنگ فروشی بگو من رنگ سفید میخوام، بعد میگه چه سفیدی میخوای، بگو آقا سفید میخوام، یک کاتالوگ بهت میده از رنگ های سفید، رنگ سفید اینجوری، رنگ سفید پوست تخم‌مرغی، رنگ سفید آفتابی، رنگ سفید فلان. ببینیم این یکی چی میگه. آها، چند هفته پیش بود من صحبت کردم، گفتم یه برنامه دیدم یک خانم ایرانی که سیاه‌پوست هست، اونم مثل تهران، چون یه دوستی داریم تهران، باباش سفید پوست ایرانیه، مادرش سیاه‌پوست آمریکایی، و این خانم آمده بود توی برنامه این آقای جیمی کامل، که این جیمی کامل یه بچه ای دو هفته پیش گیرش اومد، بیچاره بچه تا دنیا اومد قلبش اشکال داشت، جراحی و اینا، ولی حسن آمریکا اینه، این با وجودی که گریه میکرد اومد تو تلویزیون گفت و الان مردم دارن کمک میکنن. باز برگردیم به همون حالتی که اینجا، این نمیاد بگه دولت این کارو بکن، به مردم میگه، مردم به سناتورهاشون زنگ میزنن، مردم به بیمارستان لس آنجلس کمک میکنن و الی آخر. این دختر خانم ایرانی آمریکایی رو با هم ببینیم که داره راجع به چهارشنبه سوری و عید ایرانی ها صحبت میکنه، البته ناگفته نماند یه مقداری هم اغراق میکنه. این که ما یه جشنی رو، یه چیزی رو بگیم بهترین تعطیلیه، خب این همون جاییه که وقتی شما اغراق زیاد کنی دیگه حقیقت ازت دور میشه، اون وقت شما مشکل پیدا میکنی بیای خودت رو به حقیقت نزدیک کنی. بفرمایید خانم، اسمش هم یادم رفته. Dress like it's the first day of spring. This is exactly what you should wear on the first day of spring. I know, it's an exciting first day of spring. Is it? It's also the first day of Persian New Year, and I'm happy, Rod. بله، ببخشید. اول از لباسش صحبت میکنه، میگه امروز اولین روز بهاره و اولین روز بهار ما باید یک لباس بهاری اینجوری بپوشیم، چون بعد از زمستون دیگه، این آقا هم تو کالیفرنیا است. البته من فکر کنم به شوخی بهش گفت. بعد این خانمه گفت بله، امروز به غیر از اینکه اولین روز بهاره،
اولین روز سال نو اولین روز سال ایرانی ها هم هست. And so it's the beginning of like the best holiday ever. میگه این شروع بهترین تعطیلات آخه بابا برای یکی دیگه ممکنه تعطیلات جشن انگور خوب باشه، برای یکی دیگه تعطیلات شکار فیل خوب باشه. چرا اینجوری میگید؟ بهترین بگو از نظر من یا برای من بفرمایید. About this over the weekend, there's what is the name of the holiday? Nowruz. Nowruz. Mm-hmm. How do you spell that? It's many spellings, but N O W R O O Z is one way. All right, and what? بله. دوستان اگه این ویدیو رو خواستید تا یکی دو روز دیگه بگید براتون میفرستم، ولی همین اینجا حتی آقای یارشاطر هم این کلمه نوروز رو گفت N-O-W-R-O-O-Z. من روی یک کاغذ نوشتم نوروز اینجوری که این گفته، به هر آمریکایی که باش کار میکردم نشون دادم، همشون بدون استثناء گفتن نوروز. ولی بنویسید N-O-V مثل نوامبر، N-O-V-R-O-O-Z بذارید جلو آمریکایی، بذارید جلو کانادایی، ببینید چی میخونه. قشنگ میخونتش نو روز. چرا حالا ما گیر دادیم هم میگیم N-O-W؟ اونو من نمیدونم. خب ببرمتون، قرار شد ببرمتون ایران، منظورم ویدیوهای ایران بود، حالا میبرمتون ایران. آزمایش جادویی اثر کلمات. مایلم یکی از شما این آزمایش انجام بدید، چون دیدم افشینم اینجاست. افشین جان اگه امکان داره این آزمایش رو انجام بده، ببینیم واقعا این خانم درست میگه یا اینم یکی دیگه از حرفای مزخرفی هست که تو تلویزیون ایران پخش میشه. فکر کنم یه جورایی درست بگه. کلماتی که ما استفاده میکنیم دارای بار انرژی هستن به نام انرژی صوتی. من صحبتی که میکنم امواج هوا رو منتقل میکنم تا پرده صماخ گوش شما رو به حرکت در بیاره، مرتعش بشه و بر اساس اون فرکانس هایی که تولید میکنیم پیام هایی میفرسته که ما اونا رو کد کردیم و معنی اون کلمات رو دریافت میکنیم. بنابراین کلماتی که داریم استفاده میکنیم دارای بار اثرگذار هستن رو ساختار اطلاعاتی مغزمون، چون میدونید جنس اطلاعات هم انرژیه و اطلاعات هم میتونه تغییر ماهیت بده. بنابراین من یه آزمایش خیلی ساده طراحی کردم برای شما و بینندگان عزیز که این آزمایش رو توی خونه انجام بدن، ببینید چطوری میتونه کلمات ما به طرز شگفت‌انگیزی روی زندگی ما، رفتار ما، حتی روی سلامت ما، روی بدن ما، روی مغز ما، روی هوش ما اثر بذاره. به همین سادگی. و این یه از پدیده‌های شگفت‌انگیزی هست که خداوند برای بندگانش آفریده. ما می‌بینیم دو تا شیشه رو که معمولاً توی خونه همه عزیزان شیشه پیدا میشه، این شیشه ها رو بشورن، بعد سر شیشه ها رو باز کنن، وارو بکنن، این شیشه های خالی رو روی شعله گاز حرارت بدن که ضد عفونی بشه، و بعد یه دونه پرتقال رو نصف کنن، نصف پرتقال رو توی این شیشه، نصف دیگه‌اش رو توی اون شیشه بزن، بعد بیان برچسب روی اینا بزنن، یعنی از کلماتی که به طور عادی توی زندگی استفاده میکنن روی اینا برچسب بزنن. مثلا اگر شما هر روز به بچت میگی درس بخون، چرا نمیخونی؟ اعصابم خرد کردی، اگر درس نخونی به جایی نمیرسی، این روزا باید حتما مدرک داشته باشی، همه حرفای تیکی کلامای اینجوری رو بنویسین روی این برچسب بزنین و بعد اینو درش رو ببندین بذارین روی میزتون. دوستان من یه چیزی رو متوجه شدم، این ویدیوهای ایرانی نمیدونم چرا موزیک پشتش پخش میکنه. اینم دیگه یه نوع مرضی هست که دوچار ما ایرانی ها شده. آقا موزیک متن، بله یه جایی میخوای یه چیزی رو دیکلمه کنی یه موزیکی اون پایین. من دیدم آقای تبارم این کار میکنه، بهش گفتم آقا نکن این کارو، شما مهمون آوردی داری با مهمونت صحبت میکنی موزیک اون پشت، بعدم وسیلهشو نداری که صدا رو کم و زیاد کنی. من حتی ویدیوهای آموزشی رو میبینم بعضی ها پشتش موزیک پخش میکنن، برای طرف مینیسم که احمق، اگه موزیک با آموزش خوب بود، حالا افشین چون موزیک درس میده و موزیسیانه فریادش میره بالا، ولی متوجه میشه من چی میگم. گفتم خب تو همه کلاس ها میمدن موزیک میزدن، ولی کلاس اگه ریاضیه دیگه موزیک نداره که، موزیک برای کلاس موزیکه. دوست دارم نظر افشین رو هم در این مورد بدونم، مینویسه بعدم برام. بفرمایید. داره میگه که دو تا شیشه رو خشک کنید و تمیز کنید، بذارید توی یکیش نصف پرتقال، تو اون یکی هم نصف پرتقال، روی یکی حرفای که ایراد میگیرید از بچه‌تون و فلان اینها بنویسید و اما این یکی دیگه ببرید. روی
اون یکی دیگه پرتقاله هم بیان برچسبای خوب بزنید، اون چیزایی که اگر فرزندتون بهترین بود بهش میگفتی، مثلا من افتخار میکنم، آفرین، خیلی عالیه، باهوشی، تو میتونی، تو موفق میشی، خوشحالم از اینکه نمره عالی آوردی، خوشحالم از اینکه توی مدرسه میدرخشی، و اون سری جدید روی سکه بهترتون رو روی این بنویسید و بعد این دوتا رو بذارین روی میزتون یا توی آشپزخونه خونه، هر جایی، توی هر محیطی که خودتون زندگی میکنین، و این برداشت رو داشته باشین که این یکی رو با بارهای مثبت تحریک کردین و این یکی رو با بارهای منفی. شگفت انگیزه، از روز سوم متوجه میشید اینی که با بارهای منفی دستور دادید احساسات بدتون رو بهش منتقل کردید، از روز سوم یا چهارم شروع میکنه به کپک زدن. حالا من یه مقداری ببینم اگه بشه بیایم بیرون، که این نیمه همون پرتقالیه که دو ماه پیش دوستان ما این کار رو انجام دادن. خب دیگه متوجه شدید دوستان، این آزمایش انجام بدید، نتیجهشو برای ما بفرستید. ولی این خانم اولش گفت وقتی صحبت میکنیم انرژی توی صحبت هست و توی سیگنال و توی موج، بعد گفت بنویسید بذارید رو این. فکر کنم منظورش اینه که هر روز بیان اینو بردارید، اون چیزایی که روش نوشتید بگید تا این پرتقال هم گوش کنه، اون یکی خوب بشه، این یکی خراب بشه. و یادتون باشه اگر برنامه‌تون دلچسب باشه احتیاج نیست موزیک پشتش پخش کنید. موزیک مال موقعیه که طرف میگه آقا من توانایی صحبت کردن ندارم، پس بین این صحبت با اون صحبت یه موزیکی هم باشه. خواننده ها همین کارو میکنن، چون نمیتونن همش بالا بخونن یا پایین بخونن یا همش چهچه بزنن، یکم که برای شما میخونه یکم موزیک میاد. ولی برنامه معمولی وقتی شما داری یه چیزی رو آزمایشی میگی که این به عنوان لابراتوار حالا با طرف بره بذاره، دیگه دینگ 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 چی میزنی؟ کارمون خیلی خرابه. این ویدیوی ششمی بود، سه تا ویدیوی دیگه بهتون نشون میدم. میراث آلبرتا رو شنید؟ بله. من یه چیزی متوجه نمیشم، این آقای میاد تو خیابون با مردم مصاحبه میکنه، هی ازشون میپرسه میراث آلبرتا رو شنیدی؟ فکر کنم یه فیلمیه. بهتون گفتم ما به خاطر اینکه مثلا من 32 ساله تو ایران نیستم، یه چیزای اونجا هست، یه چیزای بین جوونا هست که اصلا ما ازش خبر نداریم. ولی میخوام حالا من حیث المجموع بحثای بعدیشو بشنوید. شما اگه میدونید میراث آلبرتا چیه برای منم بفرستید، من نمیدونم. میراث آلبرتا رو شنیدید؟ میراث؟ نه متاسفانه. نه. میراث آلبرتا؟ نشنیدم. بله بله. بله. دیدم دو قسمت بود. چیزی نشنیدید؟ من شنیدم. شما شنیدید؟ آره، یه مستند بود که ساخته بودن در رابطه با ایرانی‌هایی که در خارج از کشور تحصیل میکردن یا به هر نوعی مهاجرت کردن. خوب بود مستند؟ بله خیلی خوب بود. اگه خوب بود چرا به ایشون نشون ندید؟ ارتباطی نداشتیم که بهشون نشون بدن. چشم و گوش بچه رو باز میکنه. تا قدمی رو دیدید شما؟ بله بله. چشم و گوش شما باز شد؟ بله. شما تصور کنید که شرایط مهاجرت به خارج از کشور برای شما تمام و کمال مهیا باشه، هیچ مانعی وجود نداشته، کدوم گزینه رو انتخاب میکنید؟ به خاطر بچه هم یک. مهاجرت یک. حتما امتحان میکنم. خیلی سخت انتخابش. مهاجرت. من موندن تو ایران. خدا رو شکر یکی تو میمونه. مهاجرت. مهاجرت. موندن در ایران. کسی که عقل سالم داشته باشه مهاجرت رو انتخاب میکنه. ترجیح میدم بمونم چون شرایط کاریم اینجا خوبه و اوکی هم. ممکنه برای یه مقطعی برم، ولی قطعا ادامه زندگیمو ترجیح میدم تو ایران بمونم. این اونجا مزهش میره، زیر زبونت میمونه. اینجا که الان هستم به کارهایی که من میکنم ارزش نمیده. پارتی نباشه نمیتونن استخدام میشن. اگه من میخوام برم اون یکی بخواد بره، خب دیگه کی بیاد پای مشکلات وایس؟ کشورت اینجاست، خانوادت اینجاست، اونجا شهروند درجه دوی، همه چی دست به دست هم میده. کرونی، تورم، اون مقاله هایی که ما داریم مینویسیم و روش کار میکنیم واقعا به درد الان ایران نمیخوره. برای دوره دکترا من ترجیح میدم که خارج از کشور باشه. خارج از کشور که باشه به عنوان یه شغل، به عنوان یه منبع درآمد بهش دیده میشه. اینجا فقط عمر تلف میشه بدون اینکه هیچ درآمدی داشته باشی. اگر همین دانشگاه تهران رو بیاین میبینید چقدر دانشجوها هستن که میان ریزان و مراد تایید شده و به زبان خارجیشون و انگلیسی رو میگیرن که ارائه بدن برای پذیرش. شما که با ما میراث آلبرتا رو شنیدید؟ میراث این رو تقدیم میکنم به دوستی که گفت میخواد بره ایران ازدواج کنه. من براش نوشتم مگه دیوانه شدی؟ گفت آره خیلی از اینایی که زن دارن بهم این. گفتم نه آقا، من به قسمت ایران رفتنش دارم میگم. شما یکی بلند شدی اومدی خارج،
حالا اگه زنم میخوای بگیری برو زن بگیر برگرد بیا اینها. و خیلی هستن تو ایران هستن حاضرن میلیون ها تومن حتی میلیون دلار خرج کنن و بیان جایی که شما هستی. در صورت اینم تقدیم به اون دوستمون. و دو تا ویدیوی دیگه دارم بهتون نشون میدم، این رو با هم ببینیم. خداییش این ویدیو خیلی شفاف نیست که من ببینم این آقا مشغول خوردن چی هست، ولی میتونیم حدس بزنیم. بذارید من اینجوری بهتون نشون بدم. این تلفناتونو دوستان اگه فیلم میگیرید لطفاً افقی نگه دارید. افقی که نگه دارید صفحه اینجا و اونجا سیاه نمیشه. بله این آقا سه تا شیشه دستشه، معلومه این شیشه های خالی رو برده از این خوراک پر کرده. به نظر شما چی میخوره این آقا؟ این قورباغه بود، ملخ بود، مارمولک بود، چی بود؟ چون اینجوری یک جهشی کرده پرید بالا. و دوستان اونایی که هی میگید عربای سوسمار خور و اینها، خب یه جای دنیا سوسمار میخورن، همین فلوریدا. یه جای دنیا ملخ میخورن. خود من تو شیراز اون قسمتهای لار و اینها دیده بودم. خیلی هم حالا بعد اینجا فهمیدیم که بابا اینا کارشون درست بوده، اونا که ملخ میخوردن بهتر از ما وضع جسمیشون و اینها بوده. این آقا نمیدونم، در اصل تو این شیشه ها مارمولک، ملخ، قورباغه است. ولی ماجرای زندگی و راز بقا اینه که شما در هر جایی که باشی یه جایی هست فقط نارگیل پیدا میشه. ببینی اونا نارگیل خوردن، بعد این نارگیل رو به صورتهای مختلف میجوشونن، به یه صورت مختلف درست میکنن. یه جایی میبینی ماهی زیاده، همه ماهی میشن، ماهی میخورن. یه جایی میبینی مثل چین هر چی که تو هوا میپره، هر چی که تو زمین راه میره، هر چی که تو آب شنا میکنه همه رو میگیرن میخورن. پس چی نکنی. ولی دیدید که اینا یکم دیگهش ببینید. در صورت اینم چیزی که حالا اونایی که از این میخندن احتمالاً این یه چیز خوراکیه اونجا، ولی این زنده زنده شو میخوره. مگه ما هم اینجا ماهی خام نمیخوریم؟ سوشی چقدر از اون پول میگیرن؟ مگر لابستر بیچاره توی این شیشه ها دست و پاشو نبستن با این کشای پلاستیکی؟ انتخاب میکنن اون یکی بزرگتره، اونو برمیدارن میندازن توی آب گرم و توی روغن دا کبابش میکنن که قرمز بشه. ولی حتما دیدید که تلویزیون های دیگه تبلیغ میکنن که اگر آلرژی دارید فلان فیلتر رو بخرید برای کولرتون، فلان سیستم رو بذارید که گرد و غبار رو جمع کنه، اگه بچه‌تون رو زمین راه میره نمیدونم این جارو برقی رو بخرید که خودش چی میکنه. و اما ببینیم در ایران چه پیشنهادی میکنه. مگس صرف کن آقا، قرار نشد تو بدون اجازه حرف بزنی. مگس خب صرف کنید بریم سراغ این، ببینیم با هم کامرای دو. مگس سبحان الله، امام ششم در حدیث مفضل فرمودن میدونی خاصیت مگس چیه؟ چون دم چیه؟ فقط میدونم این موجودیم که مزاحمه، که مزاحم نیست. خدای تعالی این حشرات رو خدا که خلق کرده، نه فلسفه وجودیشون این است که سموم هوا رو میمکن که انسان اکسیژن خالص استنشاق. پس مگس فایده وجودی داره. خب اینم از این. حالا برید بگردید فروشگاهی که مگس میفروشن، مگس بخرید تو خونه بندازید که اکسیژنتون زیاد بشه. و اما باز برگردیم به اون ویدیویی که دو روز پیش نشون دادم و یک آقایی میگه که 3 سال قول داده به پسرش براش دوچرخه بخره. پتیک
$100 گذاشته. اگه کسی بتونه این آقا رو پیدا کنه براش یه دوچرخه بخره، ضمن این که میگه تو ایران دوچرخه 150,000 تومان به بالاست، یعنی $50 به بالا. اگر میتونید دوستان شما هم کمک کنید. فکر نکنید که اگه به این آقا کمک کنید این حالا میخواد قرار بود بره بشه نمیدونم سرباز شما، بره یه آخوندی رو بکشه که بعدا مثلا آقا رضا پهلوی بره بشه پادشاه شما بره. نه، اگر برای این یک چرخ بخرید، برای اون یه دمپایی بخرید، اینا بیشتر میفهمن که آقا این حق ما رو خورد ولی اون یکی حق ما رو داد. همون کاری که خمینی کرد. خمینی بدونی که حق مردم بده گفت ما وقتی بیایم بهتون اینا رو میدیم، ولی ما میبینیم متاسفانه یه سری احمق و نادان نشستن مخصوصا توی لس آنجلس و هی میگن ما اگه اومدیم پدرتون در میاریم، ما اگه اومدیم میزنیم میکشیمتون و خبر از شماره و آمار و ارقام ندارن که آقای بسیجی، آقای پاسدار اینا که یا اون زنی که توی گشت ارشاد هست، اینا همشون هم از خانواده های پر جمعیت هستن. شما اگه خواستی بری بگیری بزنی بکشی، آیا اینا وای میسن مثل ارتشی های ایران میان نمیدونم میگن ما با شما هستیم؟ بذارید این نو رو بردارم، آقای سیامک نیست هیچ. بله نداریم متاسفانه. اون خانمی که مینیسته، خانم شمسی فامیل، بهش میگم که این اتحاد شما کجا بوده که ما خبر نداریم؟ و این چه اتحادی بود که یه سوربی توی اتاقی نشسته با یه دوربینی شما اینجوری وحشت کرد؟ این هم از مردی که گریه میکرد برای دوچرخه پسرش. اگر میتونید میدونید چجوری این رو پیدا کنیم بگید، خبر بدید، یا اگر دیگران هستن این تلویزیون نقلی کوچولو تا این کار کرده، اون کسی که توی گنبد کابوس پاش احتیاج به جراحی داشته جراحی کرده الان تو ترکیه است، اون کسی که توی یزد احتیاج داشته که براش یه توالت فرنگی بسازن چون بچه فلج بوده ساختن، اون کسی که احتیاج داشته نمیدونم بالاخره مسائل این پناهجوها تو کشورهای دیگه، تا اونجایی که ما بتونیم از دستمون بر بیاد، همونجوری که به اون میگیم قولی که نمیتونی نده، ما هم خودمون همین کار میکنیم. و اما یه ماجرایی رو براتون بگم که شاید برای شما هم جالب باشه. میدونید که توی آمریکا مثلا تو این منطقه که ما هستیم هر کسی میتونه اسلحه داشته باشه. خود من 5 تا اسلحه دارم و میتونی اسلحه بزرگ داشته باشی، اسلحه 3 سمی‌اتوماتیک داشته باشی، اسلحه 60 تیر داشته باشی، 2 تیر داشته باشی، تیر کمون داشته باشی و الی آخر، و 2 جورم میتونی داشته باشی. تا موقعی که ببندیش رو و بذاریش رو ماشین و همه ببیننش اجازه نمیخواد. ولی اگه خواستی قایمش کنی تو کمرتو، تو جیبتو، تو شلوارتو، اینها اون موقع باید اجازه بگیری. اجازه گرفتنش هم خیلی سخت نیست، میری یه کلاس 2-3 ساعته $50-60 هم میدی، یه سرتیفیکیت دادگاه بهت میده که بله این یاد گرفته که چجوری اسلحهشو کانسیل کنه. کانسیل کردن یعنی قایم کردن، ولی کجا هم ازش استفاده کنه. اینا رو که دارم میگم برای اینه که اتفاقی که امروز صبح افتاد، صبح ساعت مثلا 6 صبح، ما سر همین 4 راه پایین‌تر از خونمون که یه بانک این وره، جاینت اون وره، این ورش هم یه گس استیشن پمپ بنزین هست، وایساده بودیم پشت چراغ قرمز. چرا بهش میگن چراغ خطر؟ تو ایران میگفتیم چراغ خطر، اینجا میگن ترافیک لایت، چراغ راهنمایی. تو ایران چراغ راهنمایی هم میگفتن، چراغ راهنمایی درست داره. خلاصه دیدیم، نه هنوز وای نسیدون، قبل از اینکه وایسیم یه ماشینی اومد بغل ما، زد جلو ما رو، زد ترمز، ما هم زدیم ترمز، هنوز چند قدم مونده بود به چراغ قرمز، دیدم یه نفر از در پشت دوید اومد بیرون و من فکر کردم میخواد بره تو این فروشگاهه مثلا خوراک بخره، آمد نشست عقب، در عقب ماشین ما رو باز کرد و آمد نشست و بعد هی به من میگه حرکت. کجا برم؟ این که اومده جلو من بلاک کرده، این ورم ماشینه اون ورم ماشینه. یه دفعه دیدم یه آقای از توی اون ماشینه اومد، یه اسلحه ها رو دیده بود، این شهربانی ها بهش میگفتن اوزی یا یوزی هم اینجا میگن، مسلسل های خیلی بلند نیست مثل جیسته و کی نمیدونم 47 اینها، کوتاه‌تره. انقدی دستشو از اونجا هدف گرفت که اینو بزنه. خب چون میخوای اینو بزنی از این جلو هم وایسادی، شیشه ماشین من اگه بزنی گلوله که دیگه مستقیم نمیره، گلوله میخوره به من و فلان. ما حالا بهش میگیم آقا این دیگه زبان بین المللی، خواهشن دست نگه دار بذار صحبت کنیم چی شده. شریکش نم پایین گفتم calm down relax،
بعد این عصبانی و اینها دیدم نخه این چیز نیست، گفتم آخرین چیزی که به مغزم رسید این بود که ماشینو بزنم بهش. شما اگه بودین چی کار رو کردی؟ این با اسلحه وایستاده میخواد اینو بکشه، من نمیدونم حق با اینه حق با اونه، ولی این وسط جون منم در خطر. چشمتون روز بعد نبینه، ماشین رو زدم بهش، این پرت شد اون و نقش زمین شد، فکر کنم مرد دیگه، دنبالش نمیدونم چون چی شد، چون از خواب بیدار شد. اینا خواب و کابوس ما. ویدیوهای بسیار زیادی براتون دارم، متاسفانه وقت نیست بهتون نشون بدم و اینها رو بعدم براتون نشون میدم. تشکر میکنم از دوستی که توسط مانیگرام برای من پول فرستاده بود. مانیگرام چند مدت پیش، شما وقتی دیگه الان میری پول بگیری توی فرما میزنی گواهینامم اینه، تاریخ تولدم اینه، اسم مادرم اینه، عمم کی فوت شده، خالم کی عروسی کرده، همه رو که میزنی میگی خب آره ببینم کجا دنیا اومدی، ما هم گفتیم ایران، اونا هم پول بهمون دادن اومدی. این بار تا میگفتیم ایران میگفت زنگ بزن به این شماره تلفن. زنگ میزنم پدر سوخته میگه 15 دقیقه باید رو خط وایسی. حالا فکرش بکنید این فلسفه وسترن یونیون، مانیگرام، پولایی که اینجوری پول زیادی هم از اون طرف میگیرن تا اینو سریع وایر ترانسفر کنن، این بوده که مثلا یه نفر رفته یه جایی کیفش گم کرده یا رفته میخوان بندازن زندان، بهش میگن باید 200 دلار بدی تا، بله تو آمریکا اینجوری شما یه جایی اگه ماشین تون بره دستگیرت کنه پلیس، میبرد زندان تا پول ندی آزادت نمیکنه. بعد این مثلا زنگ میزنه به خونهشون که پول بفرستین، اونا پول میفرستن، فلسفهش اینه شما بری اولین فروشگاه فوری بگیری ببری بری نجات پیدا کنی، یا فلان کسی که مونده مثلا شب میخواد بره هتل، یا فلان بچه‌ای که شهریش دیر شده، یا یک کسی که پولش گم شده، میگه 15 دقیقه رو تلفن وایسور. 15 دقیقه رو تلفن وایسادیم، بعد یه خانم اومده که انگلیسی اون دیگه قربونش برم نمیدونم مال کجای دنیا بود، هر چی ما میگیم هی سه بار میگه، دوباره همونو میپرسه، میگم اینه که الان پرسیدی، میگه میدونم یه بار دیگه بگو. خلاصه آخرش گفتم بابا بذار من با سوپروایزرت، با رئیسه، با اونی که بالاتر از تو هست صحبت کنم. میگه اونم همینو میگه، میگم بابا بذار من با اون صحبت کنم. بعد گفتم امیدوارم وقتی من دارم با تو صحبت میکنم این نوارا اولش میگه که مکالمه شما با طرف به قول خود سلب مسئولیت میکنن ها، یا نمیدونم سلب مسئولیت میکنن یه چیزی. خلاصه دیسکلیمر دارم، گفتم که امیدوارم یکی اینو گوش بده و به تو یاد بده که تا یه نفر بهت میگه من میخوام با سوپروایزر یا منیجرت صحبت کنم، دیگه همون موقع شما باید بگی ممنونم، گوشی رو داشته باش مسکو، گوشی رو دست کرد یا آقای اومد خدا پدر مادرش بیامرز. گفتم اینجوریه؟ بعد میگه که بله ما سیستممون رو تازه عوض کردیم و ایران رو نشون نمیده. باورتون میشه؟ میگم خب تو که میدونی ایران یه کشوره، تا دیروزم که من یونایتد نیشن و اینا رو چک کردم هنوز داخل اینجا بود. بعد میخنده میگه حالا من این بار برات اوورراید میکنم، این بار اوورراید میکنم یعنی فعلا میزنم به کامپیوتر که بله درست، حالا خدا میدونه یک کشور دیگه رو نوشت، نوشت عراق، یو اس ای، که فردام یقمونو میگیرن میگن تو اینجا دروغ گفتی. خلاصه پول به ما دادن. از اون دوستمون تشکر میکنم که 150 دلار و 1 سنت فرستاده بود، ولی یکی از دوستان برای ما 20 دلار فرستاده. اولا نمیدونم این بنده خدا چقدر خرج کرده که با وسترن یونیون 20 دلار بفرسته. رفتیم اونجا میگم که این، میگه نه این ما پوله اینجا نیست. میگم بابا این عکسش تو تلفن، خدا به داری تلفن رو بیاورز. میگم این عکسش تو تلفن. بعد میگه آره ولی این یه جای دیگه نوشته. میگم نوشته آمریکا، به جای یونایتد استیت آف آمریکا اون درست نوشته، اون نوشته آمریکا. بعدم اینجا نوشته ویرجینیا. میگه این به چه خطی نوشته؟ میگم بابا به خط هلندی، دانمارکی، هر چی سر هم نوشته، تو بی سواد نمیتونی بخونیش. خلاصه ندادن به ما، مجبور شدیم به اون دوستمون گفتیم بابا لطف کن یه بار دیگه برو بنویس یو اس ای ویرجینیا. دوستان ویرجینیا اسم این ایالت ما هست، بعضیا میگن ایالت، بعضیا میگن فرمانداری، نمیدونم، در هر صورت بعضیا میگن استان. ممنون و متشکرم. اینم ماجرای این. میخواستم فیسبوک اونهایی رو بهتون نشون بدم. آها، چون نیر خانم برای من نوشته که آقای سوربی چرا برای من نوشتید که ما فقط پوز میدیم و بلد نیستیم از فیسبوک استفاده کنید. گفتم منظور من شما نبودید. اولا نوشتم شما و من، منظورم جمع ما، اونایی که مثل منن، اونایی که بلد نیستن. شما که بلدی، عکستو زدی، اسمتو نوشتی، هیچ چیزی هم نیست، ولی اونی که
عکس یه شیری میذاره، عکس نمیدونم پرچم میذاره فلان، اینها اینها قانون فیسبوک رو زیر پا گذاشتن. شما میتونید اگه نویسنده هستی، اگه شاعر هستی، اگر شغلی داری برای شغلت، برای نویسندگیت، اونا یه جای باز کنی به عنوان پابلیک فیگر، به عنوان آرتیست، به عنوان فان پیج. ولی نمیتونی اگر یه شخص عادی هستی بیای عکس یه خری، یه گوسفندی، یه تیر چراغ برقی رو بذاری و اسم خودت رو اونجا بنویسی. دوستان یاد بگیرید اینا رو ریپورت کنید. ریپورت که میکنید فیسبوک میاد نگاه میکنه، میبینه طرف اسم نوشته ولی پرچم کاوه گذاشته، اسم نوشته، بعد میبینه آقا 100,000 نفر این پرچم کاوه اسمشون هست، فوری به اینا نوتیس میده، یا عکس بذارید یا حسابتون رو میبندید. اینا چیکار میکنن؟ یک میره عکس یول برینر میذاره، یک هر کدوم دیدید که شک میکنید این عکس آلندنن، اون عکس اونه، اون عکس اونه، اینا رو ریپورت کنید. برنامه من همینجا تموم میشه و جمعه نمیدونم هستم یا نیستم، چون یه مسافرتی دارم باید برم خارج از شهر. شاید قبل از اینکه برم برنامه رو اجرا کنم برم، شاید فردا برنامه اجرا کنم به جای جمعه براتون بزنم. چه شود کتلت یه شب مونده چقدر خوب میشه، حالا دیگه ببینید برنامه های سربی یک شب مونده چقدر خوب میشه. امروز اول برنامه من گفتم فیسبوک اجازه نداد و به احتمال زیاد اون قسمت لایو رو بسته، چون یه خبری در این باره شنیده بودم، ولی چند دقیقه گذشت نوشت که میتونی الان وصل بشی و وصل شدیم. اگر برنامه فیس، حالا که دیگه مهم نیست، من فیسبوک ها رو برمیدارم ویدیوی خودم رو میذارم. یه بار دیگه از حمید نصیری تشکر میکنم، به زودی یه مصاحبه با ایشون میکنیم که در رابطه با خدمات و سرویسی که میتونه برای شما انجام بده صحبت کنه. شما هم اگه میخواین وبسایتی درست کنید، اگه میخواین تلویزیونی راه بندازید، تلویزیون به من زنگ بزنید، به اون زنگ بزنید. در صورت از یکایک شما دوستان ممنون و متشکرم، بهترین حال براتون آرزو میکنم و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. روز و روزگار بر شما خوش. زمنان آقای رضا صفدری مجری و برنامه ساز تلویزیون ایران یه ویدیویی رو این دوستمون خانم مینا درست کرده، دیروز تا گذاشتم توی فیسبوک ایراد گرفت. امروز یه بار دیگه پررویی میکنم میذارم ببینم این ایراد میگیره یا نه، ولی توی تلویزیون مردم اونو گذاشتم به ترتیب نشون میده. ویدیوی رضا صفدری روان شاد، چرا بعضی میگن روح شاد بگید، نگید روان شاد. ویدیوی دکتر مشایخی، ویدیوی انتخابات، چندین ویدیوی مختلف دیگه است و به زودی اصلا طرز ویدیوها و اینها توی تلویزیون مردم عوض میشه، بیشتر میریم به طرف ویدیو آن دیمند، به این صورت که شما نشینید منتظر ما که ما دو بعد از ظهر بیایم با شما باشیم. هر موقع از شبانه روز شما خواستید برنامه رو بتونید ببینید از اول تا آخر. اگه 2:30 ترافیک بود رسیدید خونه، نصف برنامه ها نرفته باشه. هر به این میگن ویدیو آن دیمند یا VOD، به زودی اونا بیشتر میشه. روز روزگارتون خوش. باز هم ممنون که با ما بودید.